به نام بینام او بیا تا شروع کنیم، در امتداد شب نشینیم و طلوع کنیم. مهم نیست چگونه و چطور و چند، به یک تلنگر ساده بیا تا رجوع کنیم. ببین که خاک چگونه به سجده افتاده است، چرا غرور و تفاخر، بیا تا رکوع کنیم. به نام هستی بخش یکتا، با عرض سلام خدمت دوستان و سروران عزیزم. مباحثی رو که در این دوره به اتفاق دوستان مورد بررسی قرار میدیم، بحث نظریمون در مورد مقدمه عرفان و خودشناسی و مباحث عملی دوره هم در مورد همفازی کیهانی، اسکن دوگانگی و همفازی کالبدی هست که به اتفاق دوستان این مباحث عملی رو هم وارد حلقه هاشون خواهیم شد. همینجا توضیح بدیم که همفازی که یک واژه من در آوردی است، همش فارسیه، فازش انگلیسیه، در واقع معادل یکتایی، هماهنگی، یکسویی یا هر چیز دیگه که دوستان پیشنهاد بدن. اگه پیشنهادی داشتین برامون مرقوم بفرمایید، چون واقعا در زمینه واژه پردازی خیلی مشکل داریم. خب پس در مورد هم‌مداری یه جورایی میتونه به هر حال اینجا مورد بررسی قرار بدیم. خب در واقع پس مفهوم همفازی کیهانی یعنی یکسویی، یکتایی، هماهنگی، هم‌مداری، حالا در واقع همسویی کیهانی یا چیزی توی این مایه، یا همفازی کالبدی، هماهنگی کالبدی، در واقع در اصل هماهنگی کالبدی. حالا توضیحاتی رو که با همدیگه مورد بررسی قرار بدیم منظورای ما رو مشخص میکنه که دنبال به اصطلاح چه معقوله‌ای هستیم. خب موضوعات رو یک مطلب دیگه هم خدمتتون بگم، اسکن رو از دور قبل که خاطرتون هست، اصولا اسکن زیر ذره بین گذاردن و در این مورد این دوره اسکن دوگانگی زیر ذره بین گذاردن رفتارهای دوگانه. رفتار دوگانه هم تعریف میکنیم که منظور چیه، اینا رو مشخص میکنیم، ولی فعلا علل حساب برای اینکه این چیزهایی رو که اینجا آوردیم در واقع تعریف ابتدایی راجع بهشون داشته باشیم، این توضیحات رو اینجا من لازم دیدم که داشته باشیم. خب مسئله رو در رابطه با همفازی کیهانی شروع بکنیم. اما قبل از اینو که وارد این بحث بشیم، مباحث دیگری رو از نظر بگذرونیم تا به این قسمت قضیه که میرسیم لزوم تجهیز به اون رو بهتر درک بکنیم. مجموعه دانش‌ها و آگاهی‌هایی رو که انسان باید سرکار پیدا میکنه اون بخشش رو که میتونه به زندگی بعدی انتقال بده، موضوع این صحبت است که الان میخوام خدمتتون داشته باشم. ببینید ما یک مجموعه کارها، مجموعه دانشها، مجموعه چیزهایی رو به دست میاریم،
میخوام ببینیم که چه چیزایش قابل انتقال به زندگی بعدیه. زندگی بعدی رو توضیح دادیم که ما از جهان مکان و زمان که اینجا هست، مکان، زمان و تضاد، میریم از مکان، زمان، تضاد، میریم به عالمی که زمان داره و تضاد. و بعداً میریم به عالمی که فقط تضاد داره. و بعداً به عالمی که لا مکان، لا زمان، لا تضاد. زندگی قبلیمون هم یک بُعد اضافه تر داشتیم، مردیم اینجا اومدیم و این ابعاد به اصطلاح چیزایی رو که باید سر و کار داریم میشده اینها، مکان، زمان، تضاد. حالا با گذشته کاری نداریم. خب ما اینجا یه داشته ای رو خواهیم داشت، به عبارت دیگه یعنی اول به دنیا اومدیم، آخر از این دنیا میریم، یه داشته ای داریم، یه ماحصلی داریم. خب این ماحصل رو تقسیمش کنیم ببینیم که چه چیزایی رو ما به دست آوردیم. بعضی چیزاش به اصطلاح قدرت، بعضی چیزاش نه دانشه، یعنی حالا اگه ما بخوایم اینجوری به حساب بیاریم از این مقوله‌ای که اینجا گذروندیم، ماحصلش میشه داشته های ما، ماحصلش میشه داشته ها. حالا این داشته ها یه سریش قدرته، مثلا فرض کنید که اینجا ما میتونیم 10 متر بپریم، میتونیم نمیدونم یه وزنه نمیدونم چی بلند کنیم. آیا این قابل انتقال به زندگی بعدی هست؟ خب این به اینجا زندگی بعدی وقتی مکان نیست پرش معنی نمیده، پرواز معنی نمیده. ما در هر آن هر جایی بخوایم هستیم. شما الان میرین کاربرد ذهنی، در هر آن هر جایی که میخواد چیه؟ حضور داره. بنابراین به دردش نمیخوره. بلند کردن وزنه هم خب توی جایی که مکان نداره به دردش نمیخوره. پس اصل یک، تمام قدرت ها به جا میمونه، تمام قدرت هایی که توانایی هایی که ما داریم، توانایی های به اصطلاح فیزیکال، اینا چی میشه؟ اینا همه دیگه زندگی بعدی کاربردی نداره. درست شد یا نه؟ پس به عنوان یک اصل تمام توانایی های ما، توانایی فیزیکی، قدرت و اینا همه چیه؟ به جا میمونه. هیچ چیزی قابل انتقال به زندگی بعدی از این بابت نیست. میایم روی بحث دانش. دانش هایی که به مکان ارتباط پیدا میکنه به درد اونجا نمیخوره، به درد اینجا میخوره. ماه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. همه اینها حالا میگیم برای چیه؟ چرا ما میریم علم یاد میگیریم؟ ولی تمام اون دانشهایی که به مکان ارتباط داره، مثل زبان، مثلا فرض کنید که 50 تا زبان یه نفر بدونه، زندگی بعدی کاربرد نداره. چون کاربرد ذهنی با هر زبانی باید صحبت کنی نیست، مکان نداره، به اصطلاح براش مفهومه. محدود بحث به اصطلاح بحث و مسئله زبان به درد نمیخوره. انواع و اقسام طراحی ها چون به مکان ارتباط پیدا میکنه، طراحی ماشین، طراحی ساختمان، طراحی دامچی، فران نمیدونم، فرض کنید اون چیزایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم، خب حقوقدان هستیم، شیمیدان هستیم، فیزیکدان هستیم، خب تمام دانش ها که به طور مستقیم و غیر مستقیم به مکان ارتباط پیدا میکنه کاربرد نداره. مثلا فرض کنید مستقیم
طراحی ماشین، طراحی ساختمان، انواع اقسام طراحی ها. غیر مستقیم مثلا حقوق. خب حقوقدان هستیم، حالا زندگی بعدی حقوق میخواد منافع مادی ما رو تأمین بکنه در رابطه با عالم مکانه. جایی که مکان نیست حقوق به درد نمیخوره، لذا حقوقدان هستیم به دردمون نمیخوره. و تمام دانش هایی که در رابطه با مکان مثلا شیمی، فیزیک، خب همه اینها به درد نمیخوره. و اون علومی هم که به طور غیر مستقیم هستی رو بیان میکنه مثل ریاضی، میخواد جهان هستی رو با عدد بیان بکنه، حالا چون مکان از بین میره، مکانی نیست، لذا کاربردش رو چیه؟ از دست میده. خب پس با این حساب، ما داشته های ما چیش به درد میخوره، چیش به درد نمیخوره، کدوم از اینا. مثلا فرض کنید که حالا ببینیم که میگیم روانشناسی، خود زندگی بعدی روان که میمیره، جسم هم که میمیره، خب طب هم پس به درد، دانش طب هم تو زندگی بعدی که لازم نیست، جسمی تو کار نیست. و ما همین تلاشمون این بوده جسم رو بشناسیم، حالا دیگه جسمی تو کار نیست، روان هم که میمیره، فقط ذهن باقی میمونه. خب حالا اینا نتایج مهمی ازش میخوایم بگیریم ها. بنابراین سواد زندگی بعدی ما، حالا فرض کنیم که همه دوستان پذیرفته باشن که زندگی بعدی وجود داره، خب برای این فرض میخوایم صحبت بکنیم. حالا خب خیلی از دوستان از طریق تشعشع دفاعی و وارد شدن به اون مقولات متوجه شدن که از یه سری ممکنه قبول نداشته باشن، ولی شما فرض کنیم، که اصلا روی این مسئله با همدیگه اختلاف نظری نداریم، فرض کردیم حالا یه عده که قبول دارن چه بهتر، یه عده اگه هنوز ذهنشون چیزه فرض بکنن که حالا وجود داره. و همین هم هست که ما میگیم و کالبود ذهنی، ما داره اونجا ادامه میده. سواد ما در زندگی بعدی چیه؟ چه چیزی سواد زندگی بعدی ما رو تشکیل میده؟ بعد یک موضوع دیگه من خدمتتون بگم، زمانی که ما اینجا متولد شدیم، یک چیزی رو با خودمون آوردیم، یه آورده ای اینجا داشتیم. فراموش نکنید هیچ دوتا نوزادی آوردهشون مثل هم نیست، چه اگر دو قلو باشن، چه اگر تو تکثیر سلولی بعدن انسان بهش برسه، یعنی دوتا سلول مجاور هم دو نفر ازش زاده شدن. میبینید که این یه آورده ای داره، اون یه آورده ای، این یه خصوصیاتی داره، اون یه خصوصیاتی. و مادرانی که حالا چند تا فرزند دارن میدونن که هیچ وجه تشابهی بین فرزندانشون از نظر درونی، نه از نظر بیرونی، هیچ وجه تشابهی این فرزندانشون با همدیگه ندارن. هر کدومشون یک کاراکتری دارن، هر کدومشون یک عمل کردی دارن. این عمل کرد از کجا اومده؟ حتی دوقلوشون هم که صحبت کردیم، دقیقاً طرز فکرشون، ایدئالهاشون، خواستهاشون، عطف به خود، نمیدونم، و تمایلشون به لذت، اصل دوری از درد، حصول و نتیجه در کوتاه‌ترین زمان و خیلی چیزهای دیگرشون با هم فرق میکنه. یعنی در یک بچه در واقع دوقلو میبینه که این عجولتر از اون یکیه، اون نمیدونم هیچیش بیشتر از اونه، این عطف به خودش بیشتر از اون یکیه. و حالا یه ماجراهایی که نرم افزاری با ما به دنیا میاد که در هر کسی فرق میکنه. و از جمله یک احساسی که هر کدوم از ما داریم، احساس گمشدگی، یه چیزی رو گم کردیم، این نرم افزاری با ما متولد میشه. و به اصطلاح راجب صحبت میکنیم بعدن تو همین دوره صحبت میکنیم، هر کسی
احساس میکنی چیزی گم کرده، این نرم افزاری با ما متولد شده، در یکی ضعیفه در یکی قویه. شما یه نفر رو میبینید که از این شاخه به اون شاخه، از این شاخه به اون شاخه، از اون شاخه به اون شاخه، هی از این شاخه به اون شاخه میپره. یکی میبینید که نه، یه روال رو شروع میکنه دیگه ادامه میده. خب اونو میگیم پشتکار داره، اینو میگیم که پشتکار نداره. درسته یا نه؟ در حالی که اینجا مسائل یه جور دیگه بررسی میشه و این نرم افزاری رو که اینا برده، همین از این شاخه به اون شاخه به اون شاخه به اون شاخه پریدن یه عامل خاصیه و در افراد مختلف متفاوته. خب نتیجه کلی، ما پس یک نرم افزارهایی رو که برنامه ریزی شده بودن آوردیم. مثلا به عنوان مثال مطلبی رو که اینجا عرض کردم خدمتون، میگیم برنامه نرم افزاری نهاد. یک برنامه نرم افزاری عمومی داریم، نرم افزار عمومی فطرت. خب نرم افزار عمومی فطرت در اون یک چیز عمومی خوابیده، مثلا میل به کیفیت طلبی. هممون دنبال کیفیت خوب میگردیم، یعنی اگر بدونیم چند سوا هم بیشتر زنده نیستیم خوشمون نمیاد نون خوش بخوریم، دوست داریم همین چند سوایی هم که زنده هستیم در بهترین شرایط زندگی کنیم، تو پرقو بخوابیم. میگم بابا خود چه فرق میکنه، چند رو دیگه خب چند رو دیگه میمیری، ولی نه، تا آخرین لحظه، تا آخرین لحظه نمیخوام به اون بعد بگذره، کیفیت طلبی هستیم. حالا اینا هر کدوم بحث داره، اونجا که ما رو گذاشتن که به اصطلاح اسکن ها از جنه، در این بهشت ساکن بشو، بخور بیا شام فلان کو بیسا کن، فقط به این درخت نزدیک نشو. این درخت بعد گفتن اگه نزدیک بشی به جاودانگی میرسی. ما رو بین یه زندگی بخور و نمیر و یک به اصطلاح مسیر پرپیچ و خم قرار دادن. ما کدوم رو انتخاب کردیم؟ اون انتخاب. این فطری کیفیت طلبیم، کیفیتاً. پس این نرم افزاری هست، نرم افزار مادربرد اصلی و نرم افزاری است که عموماً اینجوریه، مثلا عموماً فلما فجورا و تقواها، بهمون خوبی الهام شده، بدی هم الهام کردن، اینا نرم افزار مادربرد اصلی و تو اونجاست. یک برنامه دیگه نهاد. نهاد مال زندگی قبلی. حالا اول زندگی قبل و قبل و قبلش، البته توجه بکنید ما به تناسخ اعتقادی نداریم. این زندگی قبلی که خدمتون میگم به همین شکلیست که توضیح دارم میدم. هرچی میریم بالاتر ما بی‌نیازتر میشیم. این بحثی داره که تو همین دوره با هم توضیح میدیم، صحبت میکنیم و یک ایه جای شروع کردیم، هرچی اومدیم پایین تر تضادمون بیشتر شده، بارمون سنگین‌تر شده، از اونجا هرچی میریم بالاتر بارمون سبک 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 سبکتر، تا جایی که دیگه اینجا به لاتضادی، بعد از این به لاتضادی که در واقع میگه به جنتی، جنتی ما جنات داریم، عدن داریم، رزوان داریم، جنتی داریم. جنات، جنات تجری من تحت الانهار، جنات میگه نمیگه جنت. جنات یعنی چند تا جنت؟ یعنی چند تا بهشت؟ به تعداد. چرا به تعداد؟ خب حالا موضوعات بعده، ولی منظورم اینه که آخر میگه جنتی، آخرش میگه ما راضیتن مرضیه، من از شما راضی، شما از من راضی، میاید به جنتی. خب حالا اینا همه رو با هم انشالله کشف رمز میکنیم. بس اون جنتی خودش دیگه لا تضاده. ما یک مرحله جنات تضاد، جنات و عدن و رضوان تجربه صرفا تضاده که آخرش الست برب بکن، من با من خدایی یا واسه خودت خدایی، همون سر تضاد که این که تموم میشه در واقع در لا تضادی، اون وقت این سر در واقع میره که این سیکل تکمیل بشه. خب
برگردیم سر موضوع اصلی. ما سواد ما در زندگی بعدی چیست؟ چه چیزی سواد ما رو تشکیل میده؟ و اگر فرض کنیم ما با خودمون نرم افزار نهاد رو اینجا آوردیم، این نرم افزار نهاد حالا یه چیزی قرار اینجا بهش اضافه بشه و کم بشه، زندگی بعدی سر در بیاره بیرون. شما الان با یک کالبد ذهنی وقتی رو در رو میشین صحبت میکنید، میبینید یه سوادی داره، یعنی این براتون ملموس میشه، یه سوادی داره. عدد سواد زمینیش یادش نرفته ها، توجه میکنید؟ سواد زمینیش به درش به اصطلاح از یادش نرفته. مثلا جراحه جراحه، کما که با انسان هماهنگ میشن کارهای جراحی روحی انجام میدن، جراحی روحی فیلیپین نمیدونم کجا. خب یادش نرفته، کاملا مسلطه. اون چه سوادی که داره شما میتونید ببینید سوادش از بین نرفته، ولی به کار زندگی خودش نمیخوره، مگر بخواد سوادش رو تو زندگی ما به کار ببره، که بعضی ها با اینها همراه میشن، از این نقطه نظر از سواد اونا تو زندگی خودشون چیکار میکنن؟ استفاده میکنن. من مثالشو جراحی روحی فیلیپین رو مثال زدم خدمتتون، دیده باشین یک کار محیر العقولیه و چندین جراح روی یا همون کاربرد ذهنیشون با یه فردی همراه میشن و یه کارهای عجیب غریب متافیزیکی انجام میدن. خب پس موضوع سر اینه که چه چیزی به درد زندگی واقعی خودش میخوره، حالا که اونجا دیگه جسمی نیست که این میخواد جراحی کنه، مگه بیاد با ما همراه بشه که سوادش به درد بخوره. خب ما در این دوره از زندگیمون با بخش هایی سر و کار داریم، مثل شناخت، فهم، درک. خب شناخت و فهم الان پایه تفکر ما چیه؟ شناخت و فهم. تفکر ما بر اساس شناخت و فهمه، درسته یا نه؟ وقتی میخواد به اوج برسه چی میشه؟ تبدیل به چی میشه؟ دیگه به اوج که برسه میگیم که به درک رسیدیم، قبوله یا نه؟ به اوج که میرسه شناخت و فهم میگیم که ما به درک رسیدیم، میگیم درک میکنیم. منظور از درک رو متوجه دوستان میتونم برسونم دیگه. ببینید در مورد درک، مثلا یکی میگه که من مادرم فوت کرد، خب از نظر شناخت و فهم که مشکلی نداریم چون دیگه همه چیزش معقول است، اما از نقطه نظر درک اگر کسی مادرش فوت نکرده باشه اینو بشنوه میتونه درک بکنه گوینده چی میگه؟ نمیتونه. میگه فرزندم فوت کرد، اگر کسی فرزندش فوت نکرده باشه درک نمیکنه اون چی میگه. کسی که مادرش فوت کرده، حالا یا هر کدوم از این معقوله که توضیح دادیم، اوست که میتونه درک بکنه. یا توی مایه توی این معقوله مثلا فرض کنید که مثال بزنم، یه سیب رو بگیم که یه کسی عکس سیب دیده باشه، کتابم راجع به سیب خونده باشه، میشه شناخت و فهمش، اما تا سیب گاز نزده باشه به درک نائل نمیشه. خب دنیای عرفان که گفتیم دنیای کیفیته، در واقع دنیای چیه؟ ادراکه، دنیای اشراق میگن، دنیای روشن شدن. تو اصطلاح میگن روشن شدی؟ روشن شدی یعنی همون به درک رسیدی، و لذا نهایت اون چیزی که ما میخوایم اینجا بهش برسیم چیه؟ درکه. در زندگی بعدی ما، خب اینجا در واقع این شناخت، فهم، درک، زندگی بعدی در اینجا شناخت و فهم و درک، اینجا از درک شروع میشه. شناخت تو کار نیست، تعریف نیست،
اونم به علت اینه که مکان رفته، اینا رفته، تئوری تو کار نیست. همه چیز با ادراک، یعنی پایه همه چیز ادراکه، از درک و یه چیز بالاترش که دیگه اونا رو بلن هیچی نگیم. یعنی با ادراک شروع میشه زبان و الفبا. اینجا شناخته، خب اینجا شناخته، شروع میکنیم به تعریف، ولی اونجا تعریف نیست، با ادراک شروع میشه. همه چیز با درک شروع میشه. سواد درک رو از کجا بردیم؟ اینجا. الفبای درک رو شما الان ببینید، یک بچه، یه بچه چند ماهه، بهش بگین که این بچه باهوشیه، ببینین چی کار میکنه. بگین بچه عجب بچه بیهوشیه یا بچه زشتیه. خب یا جلوی این بچه چند ماهه یه بچه دیگر رو بذارین مادرش رو بغل کنه، هنوز در سنی که هیچی نمیدونه، یعنی از محیط و از این مقوله هنوز هیچ مفاهیمی رو نداره، ببینید که واکنشاش چطوریه. این واکنشا رو از کجا آورده؟ همونو که دوی نرم افزار نهاد آورده. یعنی شما اگر یک طفل رو زیر نظر بگیرید، رفتار او خارق العاده است. یعنی یک کاری میکنه که شما نمیدونید چرا. این نرم افزارش از کجاست؟ شما نمیدونید هیچ رقم اینو توجیه بکنید و بگید که این بچه الان چرا این حرکت رو کرد، الان چرا این کار رو کرد. در زندگی بعدی ما پایه حرکات ما با درک شروع میشه. و ما درک رو از کجا بهش رسیدیم؟ پایش رو از کجا داریم؟ از اینجا. خب پس سواد زندگی ما در زندگی بعدی سواد خاصی است. و با سوادی که در اینجا مد نظرمونه کاملا متفاوته. یک با سواد اینجا ممکنه بی سواد اونجا باشه، یک بی سواد اینجا ممکنه با سواد اونجا باشه. شما با بعضی از افراد بی سواد با برخورد میکنید، ببینید که قابلیت ادراک بالایی دارن. شما مثلا بعضی رو میگین این اصلا آدمی است که اصلا درک نمیکنه، درسته؟ میگین ادراکش ضعیفه. بعضی ها رو میگین درکش قویه. آیا اینا رو بی خود میگیم؟ اینا محصول تجربه است. اینا محصول در واقع تجربه زندگی ماست. ما اشتباه نمی کنیم. تاریخ اشتباه نمی کنه. در جزئی ممکنه اشتباه بکنه، ولی در کل اشتباه نمی کنه. وقتی میاد میگه که آره معلوم میشه یه دسته داریم که ادراکشون ضعیفه، یه دسته داریم ادراکشون قویه، در این صورت به یک نکات دیگری برمیخوریم. خب پس بریم ببینیم که سواد زندگی بعدی ما چه ادراکاتی هست که ما میتونیم از اینجا به اونجا انتقال بدیم. اگر اینو بتونیم با هم تعریف کنیم، معلوم میشه که در چه زمینه ما باید اینجا کار کنیم. هست چی از طراحی یاد گرفتیم که به درد اون نمیخوره. نمیدونم خب پس اینجا چه چیزی به درد اون میخوره و ما باید رو چه چیزی کار بکنیم. این خودش یک به اصطلاح موضوع بسیار دقیقی است و قابل بحثه. لذا میام سراغ، من حاشیه زیاد نمیرم، بریم سراغ اون ادراکاتی که دنیای عرفان دنبالشه. دلیل هم داره چرا دنبال ایناست. علتشو حالا اینجا با هم متوجه میشیم. به عنوان مثال درک انالحق. خب ببینیم چرا تاریخ صحبت از درک انالحق پیش اومده. خب حالا اینجا میتونیم باز کنیم. درک جمال یار، درک تن واحده. حالا چه
انسان چه هستی؟ همین موضوع همفازی کیهانی که در این دوره میخوایم روش چیکار بکنیم؟ کار بکنیم. درک هدفمندی، درک شکر، درک همینجوری یه سری صحبت‌های پیش میایم یواش 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 میبینیم که اینها پایه مباحثی رو بنیان میذاره که ما باهاش تا انتهای مسیر به دلایل سر و کار داریم و حالا میخوام همون دلایل و همین مسائل رو با همدیگه صحبت بکنیم. خب اگر من همین الان سوال کنم چند نفر درک حضور؟ درک تن، درک جمال یار، یه نقطش افتاده، اب نداره. خب خب همین الان اگر سوال کنیم که از اون دوره با این دوره درک حضور رو چند نفر بهش نزدیک شدن دستشون رو بلند کنن، لطف بکنین. اونایی که درک حضور، ببینید تعریف نکردیم. خب ما همون دیگه تعریف نکردیم. درک حضوری، درک حضور اصلا تعریف نشده. ببین ادراکات اینجوریه، تعریف نمیشه. ان نیومدیم بگیم که ببینید ما یه چیزی داریم اینجوری اونطوری، اصلا نگفتیم. تا بگیم درک حضور یه سری ادراک پیش اومده، نیاز به تعریف نیست. زندگی بعدی اینطوریه، تعریف نیست دیگه، تعاریف شده. دقت بکنید تمام تعاریف صورت گرفته، یا به ادراک منجر میشده یا باید بشه یا این صورته. خب یه بار دیگه دستتون رو بلند کنید تا من خدمتتون بگم. خب اگر من بگم که درک شکر، خب ببینید اصلا تعریف نکردیم، ولی یه چیزیست وجودیه، یعنی یه چیزیست که ساطع میشه ذره به ذره وجود ما. میخوام بگن که ما شاکریم. خب اینو میتونیم تعریفش بکنیم؟ خب حالا ممکنه ما فکر کنیم یه کلمه گفتیم الحمدلله، قال قضیه کنده شده. خب این زبان تابر دل، تابر وجود، تابر ما ورای وجود و به درک نائل بشیم یه مراحلی رو میخواد طی بکنه که خب قاعدتاً با زبان شروع شده. درست شد یا نه؟ بنابراین در زندگی بعدی کسی تعریفی نداره، همه چیز ادراکی است. و ما اگر الفبای این ادراک رو اینجا برده باشیم، اونجا با یک چی میگم، حالا نامه غلطه، با یک برخورد ماجرا حله. اون نتیجه گیریه که زندگی بعدی میخواد حالا هر ماه حاصلی برای ما داشته باشه خواهد داشت. اگر هم الفبای چیز رو بلد نباشیم، خب هی باید زور بزنیم. مثل الانش هم همینجا داریم یه جورایی چیه اینو تجربه میکنیم دیگه، داریم یه جورایی بهش برخورد میکنیم و تجربه میکنیم. زور زدنهای مختلف، اتلاف انرژیهای مختلف، به علت اینه که یه سری مفاهیم اولیه رو نمیدونیم، هی داریم اتلاف انرژی میکنیم و یه سیکل معیوب رو توش چیکار میکنیم؟ چرخ میزنیم. خب درک انالحق رو با هم ابعاد گوناگونی داره و تا به ادراکش هم نرسیم فقط حالا تعریف میکنیم، شناخت میدیم، با امید اینه که به اصطلاح به خود قضیه هم اون نزدیکی صورت بگیره. از زوایای مختلف این مسئله وجود داره. یکی از این زاویه ها که صحبت بکنیم
همون بحث نفخ تو فیه من روحی، از روح خودم دمیدم، یک بحث عام میشه. یه بحث خاص داره، بحث عام داره. بحث عامش اینه که الان مرکز وجود ما چیه؟ بله، خب ما داریم حمل میکنیم اون چیزی رو که گفت نفخت و فیه من روحی، از روح خودم دمیدم. خب حالا بعد در مرکز وجود ما داریم اون رو حمل میکنیم که اصطلاحاً میگیم من ثابت، به اون بخش میگیم من ثابت. اینه که با شما صحبت میکنه من متحرک، اون من ثابت. حالا اینا رو در بعدها روش کار داریم. اما از یک زاویه خاص هم اینو صحبت میکنیم، با یه حلقه آشنا بشیم، چون با این حلقه سر و کار زیاد داریم و خیلی از بحثامون میام سر این حلقه انا لله و انا الیه راجعون. با این حلقه سر و کار داریم. این عنایت اولیه رو بفرمایید، موارد بعدی کار آسان تر میشه. خب ما در یه حلقه یه پایین اومدن و بالا رفتنی رو انجام دادیم، از یک جهان فرضی. خب اینجا اسمش بذاریم جهان تک قطبی، جهانی که در اون مکان نبوده، زمان نبوده، تضاد نبوده، بودی نبوده. ما اومدیم پایین به جهان دو قطبی. جهان دو قطبی یعنی اینی که ما هر چیزی رو به واسطه وجود تضاد میشناسیم. یعنی الان میگیم روزه به واسطه اینه که شب رو میشناسیم. اگه شب رو نمیدونستیم چیه، روز معنی نداشت. اگه میگیم خوبه، چون بد رو میشناسیم. اگه میگیم فرعون، یه حالتی میگیریم به خاطر اینکه موسی رو میشناسیم. اگر فرعون نبود موسی چه معنی داشت؟ هیچی. خب پس ما ظهور جمله اشیا به ضد است. هر چیزی رو که میدونیم و میشناسیم اینا به واسطه اینه که تضاد وجود داره. حالا چی آنم؟ این مسئله فقط مختص انسانه یا تمام موجودات هستی این گردش رو دارن چرخه رو دارن؟ اینو اجازه بدین جدا صحبت بکنیم، ببینیم که موجودی که میخواد تضاد رو بفهمه باید تشخیص داشته باشه، قابلیت قیاس داشته باشه، قابلیت ارزیابی داشته باشه. این سه تا چیز اولیه. خب تشخیص رو یک مرغ هم میتونه داشته باشه، چیزه مثلا نرم افزاریه، مثل یه فوتوسله. به معنی اینکه هوا تاریک میشه میره تو لونش. خب پس این بحث تشخیص رو مثلا داره نرم افزاری. ولی اگه بگیم به این مرغ بگیم روز بهتر است یا شب، جواب میتونه بده؟ جوابی نداره. ولی بگیم روز شب الان عمل میکنه، مثل فوتوسله. فوتوسله به معنی اینکه نور باشه یک عملکرد میکنه، نور نباشه یه عملکرد دیگه میکنه. درست شد یا نه؟ خب پس بیایم اینو تعریف بکنیم، میبینیم نه، یک مرغ قابلیت ارزیابی نداره، یک گیاه نداره. مثلا یه گل آفتابگردان برمیگرده روی خورشید رو نشونه میگیره، خب و همیشه از اون نور اون چیز میشه. اما در واقع اگر بگی که تو از خورشید چه خوبی دیدی، اصلا میگه خوبی یعنی چی؟ اصلا نمیدونه نمیدونه چرا اصلا برمیگرده، چون نرم افزاری داره اونو دنبال میکنه. اینجا ما یه زندگی داریم، ما من اینطوری بگم خدمتون، تشخیص، قیاس، ارزیابی، بعدن این بحثی است که ناظری که میخواد بره به کمال برسه چه خصوصیاتی باید داشته باشه. اینو اونجا صحبت میکنیم. این فعلا سه تا چیز اولیه بود. حالا کلی چیزهای دیگه هم هست که در نهایت برای ما ثابت میکنه نه خیر، غیر از شما کسی دیگه نمیتونه به سمت یه جای خاص بره. هر کدوم اینا تا یه جای میان، از اونجا به بعد دیگه نمیتونن بیان. دقت میکنین؟ از اونجا به بعد دیگه نمیتونن بیان. الان مثلا حیوان در زندگی بعدی تکلیفش چیه؟ اصلا تا کجا میاد؟ دقت میکنیم مثل این موشک چند طبقه میمونه که میاد یه طبقهش میسوزه میندازه طبقه بعدی طبقه بعدی تا حالا بره بشینه و بلند شه و بیاد. درسته؟ یه حیوان چند مرحله داره؟ تا کجا میتونه بیاد؟ اینا بحثی دیگه. خب
خب اینا رو همه رو بهش میرسیم. خب توی این حلقه انا لله و انا الیه راجعون پس شد دو تا عالم که اینجا زمان نیست، مکان نیست، تضاد نیست، میاد اینجا زمان و مکان و تضاد و ابعاد دیگه که حالا همه رو خیلی از ابعاد رو از دست دادیم که بماند. حالا ناظری که در اینجا هست، یه ناظر رو در اینجا در نظر بگیرید به صورت ناظر شماره یک. این ناظر شماره یک، یه ناظر شماره دو اومده تا این چرخه رو دور بزنه. این ناظر شماره دو، درست شد یا نه؟ حالا این ناظر اینجا رو دور میزنه، شما فرض کنید 100 میلیارد سال به زمان ما تو راهه. خب این ناظر اولیه داره اینو نگاه میکنه، این میاد دور میزنه. زمان برای این 100 میلیارد ساله، برای ناظر اولیه چقدره؟ زمان نداره، چون گفتیم این ناظر نیاز مسلط بر زمانه، زمانی بر او حاکم نیست. لذا این 100 میلیارد سال رو که این دور میزنه، او در چقدر میبینه؟ در صفر ثانیه مشاهده میکنه، درست یا نه؟ قبول این یا نه؟ این نکته شو اگر متوجه بشیم، خیلی از متوجه نشدین، این ناظر اولیه زمان شاملش نمیشه. خب زمان شامل حالش نمیشه، خداوند زمان شاملش نمیشه. این ناظر دومیه شاملش میشه. اینجا رو دور زده، 100 میلیارد سال توی راه بوده، درسته؟ تا رسیده. خب حالا ناظر اولیه اینو در چه مدت دیده؟ یه طرفة العین، یعنی از این ورش جدا نشده، میبینه که این ورش در اومد بیرون. این درسته یا درست نیست؟ بله همه دوستان جا. ناظر شماره یک که هیچی، دو داره میاد یه مسیری رو طی بکنه، کمان که داریم طی میکنیم، درسته؟ ابعاد شاملش میشه، حداقل دو بعدشو، دو سه بعدشو الان میشناسیم تو اینجا که قرار گرفتیم اینجاها تقریبا، درسته یا نه؟ خب حالا چی میفرمایید شما؟ الان ما میگیم دیروز، امروز، فردا. آیا ما خدای دیروز داشتیم؟ خدای امروز داریم؟ خدای فردا داریم؟ خب اینجا خدام مسن میشه، خدام مثل ما زمان چه بهش تعلق میگیره، درسته یا نه؟ این بالا رو یه جهانی شد تک قطبی، اینو بگیریم دو قطبی، اونو بگیریم تک قطبی. حالا حل شد یا نه؟ این ناظر دومی داره میاد مسیر طی میکنه، مسیر رو داره حس میکنه مثل ما. خب اما ناظر اولی مسیر رو براش چیز نداره، 100 هزاران سال و یک ساعت یکیست برای اون، درسته یا نه؟ خب لذا این ناظر دومی جدا نشده، ناظر اولی میبینه این طرفشه، یعنی در آن واحد این برو نگاه میکنه همین ناظر رو میبینه، این برو نگاه میکنه همین ناظر رو میبینه، درسته یا نه؟ بله؟ خب یعنی به عبارت دیگه این ناظر، ناظر شماره دو هم این ورش قرار میگیره هم اون ورش قرار میگیره، درسته؟ خب حالا لذا میگه قل اعوذ برب ناس، ملک ناس، اله ناس. حالا چرا؟ قل اعوذ برب ناس، ملک ناس، اله ناس. حالا چرا؟ ببینید ما الان بالا قرار داریم یا بالا قرار نداریم طبق همین بحثی که کردیم؟ از نظر این ناظر ما بالاییم. حالا استنادم به استنادم بیاریم، میگه که به اصطلاح
علم آدم اسماء کلها ثم اندام عرضهم علی الملائکه، عرضه کرد بر ملائکه، گفت که انبونی به اسماء آزمایش بدین. اونا هم گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا، ما که چیزی نمیدونیم جز تو. گفت یا آدم انبونی، آدم آزمایش بده. اونم آزمایش داد. بعد گفت که علم اقول لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، دیدی بهتون گفتم من میدونم نهان و آشکارا رو میدونم. تا گفت آدم آزمایش بده، آدم آزمایشش رو داد، تموم شد. ما توش ما الان تو اینجا قرار داریم، ولی اونا بالا نتیجه تموم شد. اونها نتیجه که میخواستن بگیرن از این قضیه گرفتن، رفت به کارش، تموم شد. گفت دیدی بهتون گفتم اینی که من آخه ملائک در ابتدا و از قال رب و کل الملائکته اینی جائلون فل از خلیفه قالو اتجلو فیها من افسدو فیها و یسفک دما. تا خداوند به ملائک گفت من میخوام موجودی در زمین قرار بدم، گفتن که میخوای موجودی قرار بدی که خونها بریزه، فسادها بکنه. نحن نسبح به حمد که و نقدس لک، ما که هستیم و تو رو که تقدیس میداریم. و خلاصه گفتن که خدایا این کار رو نکن، توش میمونی. بله گفتن که این کار رو نکن خداوند. اینا همه محاوره های سمبولیکه، چون خدا اصلا نیازی نداشته با ملائک صحبت بکنه. و یک مطلب دیگه اینه که وقتی میگه و از قاله، وقتی که، و بعد میگه ثم، سپس خداوند، اینا یعنی که داشته زمان سپری میشده، در حالی که زمان شامل خداوند نمیشه. اینا بحثای محاوره های سمبولیکیست که خیلی چیزها رو برای ما آشکار میکنه، روشن میکنه. خب در پاسخ خداوند میگه اینی اعلمو ما لا تعلمون، من چیزی میدونم که شما نمیدونید. حالا این چیز چیه با هم صحبت میکنیم، ولی در واقع اونجا وقتی میگه که یا آدم انبونی، ای آدم حالا تو آزمایش بده، آزمایش میده. بعد میگه که علم اقول لکم، دیدید بهتون گفتم من آشکار و نهان رو میدونم. تموم شد اونجا، ماجرا خاتمه پیدا کرد. ولی ما چی؟ ما به علت اینکه زمان و مکان اینا شامل عالم میشه، الان اینجاها داریم دست و پا میزنیم. درست شد؟ داریم دست و پا میزنیم و دوچار تضاد شدیدی که چرا ما اینجا هستیم، اما ما بالا هستیم یا بالا نیستیم. این یک بحثی، آیا ما الان اینجا هستیم یا نیستیم؟ از نظر ناظر اینجا ما الان همون برشیم همین برشیم، چون ماجرا تا چشم این برونوری دور رو ته شد. پس از نظر این ناظر ما بالا هستیم و از نظر خودمون اینجا هستیم، پایین هستیم. خب کی رو؟ زمان برای ملائک، ملائک باید تعریف کنیم. اونها همونجا کشف رمزش میگه که عدد جلو فی ها من افتید و فی ها. خداوند که نگفت که من چی کار میخوام بکنم، نگفت که چه موجودی میخوام بیافرینم. تا گفتن که میخوای قرار بده که خونا بریز فسادا کنه. از کجا فهمیدن؟ خب اینجا زمان میخواد که زمان نبود، فورا اونا هم چرخه رو دیدن. منتها به دلیلی اصل ماجرا رو ندیدن، فقط عمل کرده فیزیکی ما رو دیدن، به دلایلی که با هم صحبت بکنیم که تعریف ما چیه، تعریف اونا چیه، اینا رو میایم و صحبت میکنیم. خب بنابراین ما اینجا بالا قرار داریم. حالا جایی که زمان نداره، ناظر یک اول بوده، زودتر بوده، یا ناظر دو؟ دیگه جایی که زمان نیست، تقدم و تأخر معنی نداره. لذا اونجا جان انا لله، اصلا خودش داره میگه انا لله. خب از پس از کجاییم، از کجا آمدیم؟ بنابراین یک موضوع اینه که تقدم و تأخر نداریم، ما زودتر بودیم یا او زودتر بوده، یک موضوع.
موضوع بعدی وقتی که جایی که مکان نیست جدایی نیست، مکان نیست زمان نیست جدایی نیست. درک انالحق اون چی که منصور علاج رویت کرد، رویت این بود که اینو بهش نشون دادن که تو این وری این بالا هستی پایین هستی. اون این درک حلاج به این ادراک رسید که یعنی در واقع فقط معنای قل اعوذ برب ناس ملک ناس اله ناس رو فقط اون به ادراک رسید، فهمید که بابا همش به نوعی خودشه و پاسخ تضادش رو پیدا کرد. ما الان میگیم که ای خدا چی میخوای از جون ما؟ چرا ما رو انداختی اینجا؟ درستی یا نه؟ بعد وقتی اینجا میبینیم که میبینیم که خودمون این ور اونوریم. خب ما دو تا رأی داریم در مقابل یک رأی، ما اومدیم یا فرستادنمون اون فرستاده. این تمام این بحث ها مخدوش میشه دیگه، معلوم نیست که ما خودمون اومدیم یا فرستادنمون یا نمیدونم چی شده و بعد تضادمون قرار با خدا حل میشه. اولین مرحله، اولین تضادی که حل میشه تو تعریف مقام صالح، صالح کسی است که در صلح به سر میبره، صلح با خدا، صلح با هستی، صلح با خود، صلح با دیگران. این تعریف مقام صالحه. حالا لذا اولین مرحله که پشت سر گذاشته میشه بحث صلح با خدا. صلح در دنیای عرفان کمیتی نیست، کیفیتیه. میدونید که اینجوری نیست که بگیم دوستان صلح با خدا عبارت است از یه سری تعریف. این مال رو پله عقل، رو پله عشق همچی چیزی نداریم. رو پله عشق عرفان نظری فقط لزوم صلح با خدا رو توضیح میده، ولی بعدش دیگه حرفی نیست. اینجوری نیست که بگیم که پند و نصیحتی نیست، ای دوستان بیاد بریم با خدا صلح کنیم. همه به هم نگاه میکنیم میخندیم که آقا چجوری بریم با خدا صلح بکنیم؟ مگه اصلا کجا هست که ما بریم با صلح کنیم؟ اصلا چیکار بکنیم؟ درست یا نه؟ لذا وقتی میایم رو عرفان عملی بحثا کیفی است، یعنی ما باید به رؤیتی برسیم، به ادراکی برسیم، این ادراک یه چیزی رو به ما روشن بکنه، همون اشراقه. همون با این روشن شدن چه اتفاقی بیفته؟ با این روشن شدن ما به درک نائل بشیم. وقتی به درک نائل شدیم به سر رسیدیم. میرسیم یا نمیرسیم؟ وقتی بدونیم ما هم پایینیم هم بالاییم چقدر مسئله حل میشه؟ خیلی از مسئله حل میشه. اما الان 7 میلیارد انسان با خدا در تضادن، همشون میگن که خدایا چرا ما رو فرستاد اینجا؟ ما که نمیخواستیم بیایم. یا چرا اینجوری؟ چرا به اون اینطوری؟ چرا به اینطوری؟ چرا پارتی بازی است؟ چرا؟ 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 درسته؟ لذا به اصطلاح در دنیای عرفان یا در دنیای کیفیت بحث‌های کیفی راهی نداره جز اینکه به ادراک خاتمه پیدا بکنه. اگه به ادراک خاتمه پیدا نکنه، حرف‌ها، اصفاتی در فضا، نوشته‌ها، اشکال روی کاغذه. باید به درک برسیم. پایه سواد زندگی بعدیمون هم همونطور که صحبت کردیم چیه؟ ادراکاته. خب حالا منظور من از ادراک مشخص شد که چی میخوام بگم یا نه، و حالا ما خودمونو روزها و ماها بشینیم راجع به صلح با خدا صحبت کنیم، مطمئن باشین که به جایی راهی نمیبره. ممکنه احساساتی بشیم، یه جبی بگیرتون، یه احساسی بگیرتون، اینا یه به خودمون فشار بیاریم. دو روزه، روز سوم سرخورده میشیم کما اینکه خیلی ها شدن. خب دلیل سرخوردگی، دلیلش اینه که میخوایم زور بزنیم یه سال، دو سال، سه سال از این قضیه، از اون قضیه. اگه نشه میگیم آه ولش کن، اینا افسانه های بیش نیست، در صحبت کردن رها میشه. شما خودتون چقدر افراد رو دیدین که اومدن رفتن به شدت دنبال راه‌های مختلف، مثل عبادات، مثل چی، نرسیدن سرخورده شدن؟ چند نفر دیدین خودتون؟
خب پس بنابراین لزوم وارد شدن به بحث های کیفی، وجود وارد شدن به عرفان اینجا مشخص میشه. عرفان دیگه دنیای به اصطلاح حرف و این ماجراها نیست، باید حرف و زد آماده شد برای وارد شدن به بحث های کیفیت، به چهارچوب کیفی ماجرا. خب جانم بفرمایید. شما این مسئله که میفرمایید در آزمایشگاه کره زمین جواب میده که انسان وجود داره، برای کائنات فعلا علل حساب ما مشکل خودمون رو حل بکنیم، این 7 میلیارده ببینیم بالاخره چیکار میخوایم بکنیم. حالا وقتی مشکل خودمون رو حل کردیم بریم به سایر کائنات هم بپردازیم ببینیم که تکلیف چیه. فعلا الان ما رو همین کره خاکی چی شده؟ زمینگیر شدیم، با خودمون در تضادیم، با خودمون هم که در تضادیم، با هستی هم که در تضادیم، با دیگران هم که در تضادیم. حالا فعلا خودمونو بله فعلا الان اصلا مشکل کره زمین نه، اصلا همین جمعی که هستیم فعلا بتونیم خودمون اول برای همدیگه بگیم چی میخوایم بگیم با همدیگه، تا بعد اصلا یه جمع بزرگتر و بعد حالا تا کره زمین فعلا برزیم. خیلی قضیه مهمی هست. حالا ببینید اینجا که داره میاد، ما گفتیم هر چی میاد پایین تر تضاد ابعاد حاکم میشه، این نزوله. هر چی میاد پایین تر این ابعاد اضافه میشه اینجا هر چی میره بالاتر ابعاد کمتر. گفتیم مثلا زندگی بعدی میریم مکان رو از دست میدیم، بعد از اون میریم زمان رو از دست میدیم، بعد از اون میریم حالا ته مراحل مختلف تضاد رو از دست بدیم. دیگه جدا شدیم ماجرا دیگه فرق میکنه. خب و یک مطلبی رو من اینجا خدمتتون بگم بعد بریم سراغ بحث، اینا رو برمیگردیم دنبالش، چون الان همه مقدمات رو گفتم برای بحث همفازی کیهانی و بحث اینها. اجازه بدین این بحث رو دوباره جلسه بعد زنگ اولمون دوباره برمیگردیم از ابعاد مختلف، لوح محفوظ و نمیدونم تقدیر و سرنوشت و نمیدونم همین رو دوباره جلسه بعد اون زنگ اول. دوستان خواهش میکنم که در حد امکان تأخیرم نداشته باشن که با شروع بحثمون باشن، تشریف داشته باشن. خب حالا یک موضوعی ببینید، ما از اصل جدا شدیم و این جدا شدن اینجا فیلترهایی رو پیش میاره. حالا اون فیلترها چرا باید باشه، چرا ما باید یادمون میرفته، چرا نباید همونجوری وقتی به دنیا میومدیم یادمون بود که از کجا اومدیم، باید کشفش کنیم. اگه میدونستیم از کجا اومدیم خب معما چی بود؟ حل بود دیگه، هم لازم نبود ما هم تکاپو کنیم. معما چی بود؟ حل بود. اما الان ما باید کشف معما بکنیم، بایستی به هزاران راه یاد خودمون بیاریم که ماجرا چطوری بوده و چرا ما اینجا هستیم. به هزاران راه نمیدونیم، خلاصه به اصل خودمون رجعت بکنیم. اما اگر روزی که متولد شدیم یادمون بود دیگه این همه اصلا مسئله کمال منتفی بود، درسته یا نه؟ اصلا مسئله کمال منتفی بود، فلسفه خلقت منتفی بود. اما ما الان در تکاپو هستیم، الان نمیتونیم آروم بشینیم. چرا؟ چون میخوایم بدونیم که از کجا اومدیم، چرا اومدیم، کجا میخوایم بریم. این سه تا سوال عمده خواب و آرام و قرار رو چیکار کرده؟ از ما گرفته. حالا بعضیا دیگه میزنن به بیخیالی و ولش کن، بعضیا سفت و سخت دنبالشن که بدونن از کجا اومدن. خب حالا اینها ببینید، حالا من عرض کردم شما میدونم خب حقم دارین، الان عجله دارین. اینجا هر چی میایم پایین تر ببینید این مثلا تضاده، هر چی اومدیم پایین تر ببینید
بیشتر 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 اینجا به اوج رسیده. خب مثلا فرض کنید که اینجا در اونجا علم آدم اسماء کلها و همه ماجراها میاد اینجا میگه اسکن هاذا جنه، ساکن شو، سکونت رو به پامون میبنده. بعد یه دقیقه بعد میگه که لا تقربوا هاذا الشجره، به این درخت نزدیک نشو. نزدیک نشو یعنی چی؟ یعنی میتونی بشی، میتونی نشی، اختیار رو میده. خب اختیار که داد یعنی بار مسئولیت، ما اگر اختیار نداشتیم مسئولیت نداشتیم که، اختیار. و بعد خلاصه میاد یه جای میگه خلق انسان عجولن. خب خلق انسان حلوان، انسان حریصه، خلق نمیدونم ان الانسان نمیدونم کل انعام بل هم عجل، انسان مثل چهارپاست بلکه بدتر. ای روز اول که گفتی که ما فی احسن تقویم در بهترین شرایط آفریدیمون ایدام بلان و بخ بخ فتبارک الله احسن الخالقین، یه جای میگه که این موجود مثل چهارپاست بلکه بدتر. این کجاست؟ اون کجاست؟ این چه ماجراییه؟ یه تضاد دیگه تو دل خودش، درسته یا نه؟ بناب نه، اینا یه جا نیست، اینا ماجراهای مختلفی داره. اونی که میاد میگه که این موجوده، اون دیگه اینجاست. و تازه از این تضاد یه چیزی هم کمتر شده، تازه انسان شده مثل چهارپا بل هم ارزد بلکه بدتر. حالا اینا رو بازم با هم صحبتهایی داریم که بازش بکنیم. این نقطه اوج تضاد لحظه مرگ، لحظه تولد، این نقطه تضاد اصلا مال اینجا، اوج تضاد مال خیلی قبل تراست، اصلا اینجا نیست. خیالتون را اینجا داریم افتادیم خوشبختانه تو سر برو به سمت بی‌نیازی، یعنی خیلی از اون قضایا رو ما پشت سر گذاشتیم، تقریبا اینجاها هستیم. خب چی رو؟ خب همون من که الان عرض کردم، اگه یادتون اومد یادمون میومد که معما حل بود. حالا بعد حالا اینا رو توضیح میدم، بحث زندگی، مرگ، برزخ، توجه میکنید، تولد، دوباره زندگی، دوباره مرگ، دوباره برزخ، اینا رو توضیح میدیم خدمتتون. اجازه بدین من برگردم سر بحث اصلیمون. من میخوام بگم که تمام چیزایی رو که شما صحبت میکنید یا ما میشناسیم بین این دوتا خطه، یعنی از بیگ بنگ، از بیگ بنگی که هست تا انتهای این جهان هستی توی این جاست، توی این تیک راست. خب بنابراین الان چون این چیزو در واقع روش اشراف نداریم، الان هر کدوم یه ذهنیتی میکنیم، یه ذهنیتی داریم، بعضی هم حتی تصور میکنیم که ارتباط این زندگی با این اوج نیاز و اینها اصلا به چه صورتیه. بذارید من این بحث رو سر جای خودش بازش بکنیم. اما یه مطلبی اونجا که میگه عرض، عرض منظور حلقه انا لله و انا الیه راجعونه. اینو الان اینجا از نقطه نظر خودمون داشته باشیم، منظور زمین نیست. این زمین چون ما ممکنه بریم در ایستگاه فضایی ساکن بشیم، ممکنه بریم در مریخ ساکن بشیم، ممکنه بریم در کرات دیگه ساکن بشیم، اما هر جا بریم ساکن بشیم این سوالا ثابته برای ما، از کجا آمدیم، چرا آمدیم، کجا میریم، درست یا نه؟ مریخ هم اگه بریم ساکن بشیم دیگه نمیتونیم بگیم خب ما دیگه رو زمین نیستیم، خوب شد از این دست این خدا نجات پیدا کردیم، خوب شد که دیگه ما جانشینیشو عطاشو به لقایش بخشیدیم. خب رو زمین بودیم، جانشین بودیم، حالا دیگه اومدیم رو مریخ دیگه جانشین نیستیم، خوب خلاص شدیم. این عرض بستر حرکته. خب عرض آدم بستر وجوده و آدمیزاد که شنیدین، آدمیزاد انشابهای مختلفه که مثلا یکی از این انشابها در این زندگی انسانه، در زندگی بعدی مثلا کالبد ذهنی، در زندگی بعد از اون یه چیز دیگه است،
زندگی قبلیمون یه چیز دیگه بوده. پس اینا آدمیزاد عرض بستر حرکت، آدم بستر وجود، مجموعه ما خب و قبل و بعد اینا آدم رو تشکیل میدیم. تن واحده وقتی گفته میشه، تن واحده آدم سلول داره، مثل ما الان بدنمون 100 تریلیون سلول داره. هر سلول مستقل هست یا نیست؟ آدم وجودش سلول داره، ماها سلول های این تن واحده هستیم که قراره یک حرفی رو بزنیم. کی قراره حرف بزنه؟ آدم. حرف نهایی رو گفت یا آدم انبونی، خب بیا به اون چیزایی که بهت یاد دادم، حالا تو بیا ببین، بگو ببینیم که قابلیت تو بگو. خب خب اینا اصطلاحات اولیه است که بعدها به کارمون میاد، یواشاش با سرکار پیدا میکنیم که برای حل معما و کشف رمزایی که داریم با همدیگه میتونیم ازش استفاده بکنیم. البته پیشنهاده، میتونید استفاده بکنید ببینید که چطوریه. خب این صحبت هم کردیم. پس عرض به معنای این زمین نیست، ما هر جای عالم هستی بریم باز فرقی نمی کنه، مشکلمون کماکان سر جای خودش باقی است. هر جای بریم میگیم خدایا چی میخوای از جون ما، درسته یا نه؟ هیچ جا نمیشه که ما بریم بگیم خب دیگه اینجا قلمرو خدا نیست، ما نجات پیدا کردیم، درسته؟ خب برگردیم بریم سر این موضوعاتی که اینجا صحبت کردیم. بعد درک انالحق دیدیم که یک خودش یک رؤیتی است، یک ماجرایی است و به دنبال این ادراک ما متوجه میشیم که اصلا ارتباط ما با هستی با کل چیه. الان ارتباطی ما میبینیم بین خودمون و کل؟ ارتباطی نمیبینیم، اما این درک به ما کمک میکنه که ما ارتباطمون رو پیدا کنیم و در رابطه با اون قول اعوذ برب ناس ملک ناس اله ناس متوجه بشیم که بابا ما هم یه نقشی توی این ماجرا داریم. این تو نیست که فکر بکنیم خیلی بی حساب کتاب در واقع اینجا حاضر هستیم. یه چیزایی هست که ما نمیدونیم و دونستن اون چیزا میتونه تضاد ما رو نمیگم حالا به صفر میرسونه، ولی میتونه کاهش بده یا لااقل میتونه ما رو متزلزل کنه. چون ما در حالت قبلی مطمئن بودیم خدا ظالمه، خب حالا اگر رو درواسی رو بذاریم کنار، یا به عبارت دیگه بگیم خدا عادل نیست، اما الان دیگه دوچار تزلزل میشیم، نه هست نیست هست نیست. خب تو این هست و نیست ما یه دفعه دیدیم چیزی پیدا کردیم که ثابت کرد که نه هست. دقت می‌فرمایید؟ چون میدونید که تو اصلا حالا تو بحث‌های اشاعره منتظریم، نه اصلا گروهی که اصلا دقیقا میگن که عادل نیست، ولی خب چون قادره هر کاری دلش بخواد میکنه، کسی هم حق اعتراض نداره. خب این در واقع فلسفه خلقت رو پوشش نمیده. این اون وقت نشون میده که خداوند برای هوس خودش ما رو خلق کرده، حالا هم هر جو دلش بخواد با ما تا میکنه و ما عروسک خیمه شب بازی هستیم. خب این یه خورده فلسفه خلقت رو به اصطلاح زیر سوال میبره. درک جمال یار رو خیلی سریع من خدمتتون بگم. به اصطلاح دوباره یه درکی است که به ما میگه اینما تولو فسم و چلا، هر جا نگاه کنیم پرتو به روی اوست. هر جا نگاه کنیم به یه ذره، به جز، به کل، هر جا رو نگاه کنیم پرتو به روی اوست. خب حالا آیا واقعا اونها هم که خیلی ادعا دارند، آیا واقعا هر جا رو نگاه میکنن پرتو به روی اون میبینند؟ این یک سوالی است. آیا ما به درکش نائل شدیم یا این فقط یه آیه تو قرآنه؟ آیا به درکش هم رسیدیم؟ نه. خب ببینید در واقع شاید حتی دوست نداشته باشیم با این آیه روبرو بشیم. خیلی ها دوست ندارن با این آیه روبرو بشن چون کارشونو مشکل میکنه. چون اگر ما فکر بکنیم هر ذره تجلی الهیه، اون وقت میدونید که
باید چجوری خودمون رو جمع جور کنیم؟ هان بر سر سبزه پا به خاری ننهی، کان هم رخ خوب نازنینی بوده است. و این رخ خوب اون نازنینه. و حالا ببینید که اون وقت دیگه آدم میتونه به اینجوری که انسان با هستی برخورد کرده دیگه میتونه برخورد بکنه؟ مسلماً کار مشکل میشه، مسلماً خیلی از مسائل زمینی تحت شعاع قرار میگیره، خیلی از رفتارها، گفتارها، کردارها و همه اینا تحت تاثیر قرار میگیره. خب این در مورد میبینید خیلی ادعا هست در مورد نزدیکی به خداوند. اما از یه داستانی استفاده بکنیم تا همین موضوع رو که من خدمتتون عرض کردم بهش نزدیکتر و دقیقتر بشیم. داستان لیلی و مجنون رو در این مورد بهترین مصداق جانم جان. چرا نمیشه؟ البته درک فراموش نشدنی است. یعنی ما ببینید درک رو فراموش نمی کنیم. بله. خب بله اینو که داریم. اصلا تو این مجرد کار با اون هوشمندی همینطوریه. میده میاد پاشو میکشه کنار. بعد یه دفعه شما میگه اینجوری به اصطلاح چیه؟ دوباره، سه باره، ده باره. حالا اینو من جدا صحبت میکنم. ولی اصولا تو بحث قضیه درک شما وقتی مزه سیب رو یک بار چشیدین دیگه نمیشه من بگم که شما میدونی سیب چی، بگی من یه موقع درکش کردم مثلا 10 سال پیش خوردم، والا من 10 سال سیب نخوردم. میدونی 10 سال سیب نخوردم الان نمیدونم چی جوری بود. شما تا بگن سیب خب فوراً چون به درک مسئله ادراکی بوده شما یادتون میاد که این مسئله به چه سیب. آره بله من خدمتتون بگم، من الان خدمتتون بگم یک موقع توی این مسائل ما رو به فهم دقیق میرسونن. فهم دقیقه یعنی متوجه میشیم که ما اصلا میدونستیم فهم دقیقه. و حالا اون مسئله ادراکش هم بیان بگیم سطح و سطوح مختلفی اگر بخوام بگیم، خلاصه یک همچین چیزهایی رو پیش میاره که اصولا خوشبختانه درک دیگه جزء وجود میشه. درک فراموش شدنی نیست، ادراک فراموش شدنی نیست. خب جان حالا بریم جلو بعد همه اینا رو چشم صحبت میکنیم. خب میایم در مورد جمال یار داستان لیلی و مجنون رو یه نگاه بسیار سریع بندازیم بهش. اونطور که تاریخ میگه لیلی همچین خوشقیافه هم نبود. خب تازه میگن که، حالا من نمیخواستم اینطوری بگم، اونجوری گفتم نمیخواستم بگم زشت بود، گفتم خیلی خوشقیافه نبود که در واقع اون خیلی هم میخورده. خب در واقع گفتن که زشتم بود. این داستان عشق لیلی و مجنون که در بلاد ها پیچید همه مشتاق شدن که این لیلی رو ببینن، از جمله خلیفه هم خیلی راغب شد که ببینه این چه لعبتی است و این لعبت رو ببینه که در واقع خالق چنین عشق با شکوهی است. دستور داد لیلی رو بیارن به خلاصه بارگاه و ایشون ببینه. وقتی به اصطلاح لیلی رو دید خب متعجب شد و حیرت زده مون که این که اصلا بله. حالا گفت لیلی را، در واقع اومد گفت لیلی را خلیفه کان توی، کس تو مجنون شد پریشان و غمین، که از همه خوبان تو افزون نیستی. گفت خاموش چون تو مجنون نیستی،
دیده مجنون گر بودی تو را، هر دو عالم بی خطر بودی تو را. تو مجنون نیستی، تو چشم مجنون نداری. اگر چشم مجنون داشتی میفهمیدی که من چیم. خب برای اینکه بدونی من چیم باید با چشم مجنون ببینی، درسته؟ حالا چشم مجنون چه خاصیتی داره؟ گفتیم چند تا پله داریم؟ اگر با چشم عقلانی ببینیم، عشق عقلانی رو تجربه میکنیم، همین دوست داشتن. خب عقل خصوصیات ویژه خودش رو داره. مثلا یکی از چیزاش اینه که محاسن و معایب رو میبینه، محاسن معایب رو میبینه. عیب دانی از چه خیزد؟ خیزد از عقل ملول. عقل که عیب رو میتونه ببینه، درسته یا نه؟ محاسن رو میبینه، معایب رو میبینه. اگر با چشم عشق نگاه کنیم، عشق عشقانی رو برخورد میکنیم. در این عشق عیبی روی این پله عیب نیست، حسن نیست، عیب نیست، هیچی نیست. خب یعنی اون چیزی که عقل میومد دو تا چهار تا میکنه که میگین حسن یا عیب دیگه. عاشق فقط میره، عاشق فقط هست. بگو حسنش چیه، نمیتونه بگه. آقا بگو آدم چه علت عاشقی، چی دیدی که عاشقی؟ نمیدونه. بگو چه عیبی چیزی دیدی؟ نمیدونه. نه عیب میدونه، نه فقط میدونه که باید در این محور باشه. این مسئله است. بنابراین اگر با چشم داروغه نگاه کنی، خب عیب و حسن و این چیزها رو مورد بررسی قرار میگیره. اگر با عشق، با چشم عشق نگاه کنی، ماجرا چیز دیگریه، قضیه متفاوته. خب لذا توی این مسئله وقتی که میایم درک جمال یار، درک جمال یار کسی که عاشقه، خب کسی که رسیده به عین امانت و لوف هستم و طولا، وقتی رسیده عاشقه، در جمال یار نقص نمیتونه ببینه، عیبی نمیتونه ببینه، در خلقت اشکالی نمیتونه ببینه. هر چقدر ببینه، هر چقدر بگرده اشکالی نمیتونه ببینه. اما از دید یک عقل گرا خلقت پر است از عیب، درسته یا نه؟ جا به جاش میگه خدایا این طراحیت اشتباه بوده، اینجا اشتباه کردی، اینجا واسه چی اینو آفریدی، اونجا برای چی اون کارو کردی، اینجا، درسته؟ همش سر تا پا عیبه. اما عاشق عیب نمیتونه ببینه که. حالا البته کاری نداریم که عقل هم یه جای میام ثابت میکنیم که هیچ چیزی اشتباه نبوده، هیچ چیزی تو این طراحی هیچ اشتباهی رخ نداده، کاری نداریم با اون مسئله. ولی اصلا عاشق میگن چه؟ کوره. میگن عاشق کوره. به این علت میگن، نه اینکه کور باشه. عاشق به درک ذات میرسه. خب عاشق به یک مطلب دیگه میرسه. آنچه به صورت تو عاشق گشته ای، چون برون شد جان چرا پس هشته ای. صورتش بر جاست، این زشتی ز چیست؟ عاشق آوابین که معشوق تو چیست؟ خب ما فکر میکنیم که عاشق صورت میشیم، در حالی که اون چیزی که پشت این صورته ما عاشق شدیم. حالا مولانا چه قشنگ میگه، میگه خب وقتی جان بیرون میشه پس چرا اون موقع عاشقش نیستی؟ بلکه وحشتناک میشه. میت خب همونی که چند دقیقه پیش حضور داشت، وجود داشت، نمیدونم در عشق شرکت داشت، یه طرف یه عشقی بود، صورتش برجاست، این زشتی ز چیست؟ عاشق آبابین که معشوق تو چیست؟ اون چیزی که در یک عشق تجربه میشه و عدید عشق، اون چیزی که پشت این قرار داره، نه اون چیزی که صورته، درست شد؟ خب حالا
توی درک جمال یار اینجا کسی که به مقام عشق نائل میشه در تجلیات الهی، هر جا نگاه بکنه تجلی روی اوست دیگه. به صحرا بنگرم صحرا تو بینو، به دریا بنگرم دریا، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تو بینم. یعنی دقیقا همون مضمون، هر جا نگاه کنیم این اما تو ولو فسم وچه الله. حالا در این صورت در تجلی الهی نقص نمیتونه ببینه، اشکال نمیتونه ببینه، درست شد؟ عیسی مسیح علیه السلام در برحال تقابل اون رفتارها و حالا عدید مسیحیت همش میگفت که خدا یا اینا نمیدونن چی کار میکنن، اینها رو ببخش. یعنی در یک جا هم چی شد؟ تقابلی باشه، اعتراضی باشه، منصور حلاج همینطور. خب اینها ماجرای درک جمال یاره. خب به حرف نیست، به این صحبت ها نیست. درک تنه و حالا بحث اینجا زیاد، من دو سه تا ارتباط داریم، میترسم وقت کم بیاریم، کم هم فکر کنم بیاریم یه خورده با این بحث ها. در مورد درک تنه واحده گفتیم، همین الان گفتیم آدم، خب گفت من میخوام یه جانشینی در زمین قرار بدم، اما الان ما که 7 میلیاردیم فعلا علال حسابش، خب گفت من جانشینی میخوام قرار بدم، ولی ما الان 7 میلیاردیم، این چه ماجرایی است؟ خب بماند تا بعدها سر فرصت راجبش صحبت بکنیم. اما یه درکی رو اینجا نیاز داریم، درک تن واحده. درک اینه که نه تنها انسان بلکه همه هستی تن واحده هستن، اکوسیستم. اکوسیستم یعنی هر ذره از عالم هستی به ذره دیگه وابسته است، جدا شدنی نیست. اگر یک ذره را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم به یک جای. خب یعنی عالم هستی بدون یک ذره‌اش نمیتونه باشه. البته ممکنه از دید ما فکر کنیم خب یک ذره رو برداریم هیچی نشه، ولی این ذره بعد از 1 میلیون سال فرض کنید یه تغییر روی جای دیگه میذاره، اون تغییر بعد از 1 میلیون سال دیگه یه تغییر یه جای دیگه، و بعد از 1 میلیون سال یک جای دیگه، خلاصه بعد از 100 میلیارد سال عالم هستی میبینه که اصلا یه ماجرای دیگه پیدا کرد. نمیدونیم، ولی کلیت ماجرا اکوسیستم، هر ذره از عالم هستی به همدیگه مرتبطه، قانون ارتباط داریم، قانون پیوستگی داریم، و حالا چیزهای دیگه که با هم صحبت کنیم. این مسئله رو در همفازی کیهانی دنبال میکنیم. حالا همفازی کیهانی رو توضیح بدم. درک حضور رو با هم یه چیز کردیم، گفتم درک نمیدونم، حتی شوق، درکای ادراکات مختلف داریم. درک هدفمندی هم که داریم دنبال میکنیم، از دوره قبل هم دنبال کردیم. این هوشمندیه اگه برامون ثابت بشه، معلوم وقت معلوم میشه جان هستی هدفمنده. همین هوشمندی که از دوره یک اومدیم باش کار بکنیم به این منزله بود که به این درک برسیم. یعنی هدفمون اصلا نبود که وارد مقوله مثل درمان بشیم، هدفمون این بود که به این ادراک برسیم و نائل بشیم. خب و خیلی ادراکات دیگه که سواد ما رو زندگی بعدی، نمیگن که اون دنیا که بودی چند کلاس سواد داری، چقدر درس خوندی، چون اصلا چی داشت به دردمون نمیخوره. خدای کامپیوتر بودیم باشیم دیگه، کامپیوتری نیست که ما بشینیم پشتش، و همه مسائل دیگه اینطور. اما اگر درک تن واحده رو ببریم اونجا، درک انالق رو ببریم، درک حضور رو ببریم، درک باشه، کارهایی میتونیم انجام بدیم. تمام کارهای دیگه که همه ادیان پیشنهاد کردن، حالا میخوام نشون بدیم که همه اونا فقط برای این بوده که ما به یه سری ادراکات برسیم. خب بیایم سراغ همپازی کیهانی. عالم هستی برای خودش
یک فرکانس وجودی داره، یک جهتی داره و برای خودش یک حرکتی داره و مثل یک ارکستر سمفونی عظیم میمونه که داره قطعه با شکوهی رو با این همه عظمت داره اجرا میکنه. یکی از اجزای این ارکستر سمفونی که ما باشیم در به اصطلاح گوشه‌ای دستمون رو گذاشتیم در گوشمون و داریم صداهای ناهنجار خارجی رو حالا به زعم موسیقی دانان بگن خارج میخونه، داره به صورت خارج و خیلی هم با افتخار خیال میکنه که خیلی هم به اصطلاح شکوه و عظمت داده به این ارکستر سمفونی و اون نواشی اصلا این ارکستر سمفونی چیزی نداره، در این ارکستر حضور داره و صدای خارج رساش هم بلند کرده و به اصطلاح مخل اجرای سایر اعضای این گروه ارکستر عظیم هم در واقع شده، خودش خبر نداره. از چند هزار سال پیش انسان به این موضوع پی برده، چند هزار سال پیش به این موضوع انسان واقف شده که به نظر میاد ما همچین با کیهان خب همفاز نیستیم، هم فرکانس نیستیم، هم وجود نیستیم و اون داره یه کاری میکنه، ما یه کار دیگه داریم میکنیم. لذا از چند هزار سال قبل صحبت‌های پیش اومده، به عنوان مثال گفته شده که هر کس متون مقدس اوپانیشادها رو مرزن به اصطلاح قرائت کنه در او فرکانسی به وجود میاد، این قرائتش فرکانسی است که این فرکانس اونو با فرکانس زمینه هستی چیکار میکنه؟ هماهنگ میکنه. خب و بعد از اون صحبت از کار مانتراها و صحبتی از این مقوله ها مطرح شده که به اصطلاح گفتن این ذکر و مانترا میتونه فرکانسی ایجاد بکنه که ما رو با فرکانس زمینه هستی چیکار کنه؟ هماهنگ‌تر بکنه. خب حالا چرا هماهنگ بشیم؟ چرا هماهنگ بشیم؟ یه دلیلش اینجا خدمتتون بگم و اون اینه که ما جایی قرار گرفتیم که به عنوان یک سلول هستیم. ببینید الان بدن من از 100 تریلیون سلول تشکیل شده. خب اگر هر کدوم از این سلول ها رو، حتی سلول مغز رو بیاریم بگیم که تو چی کار میخوای بکنی، اصلا بگن این طاهری رو میشناسی، سلول بدن من بگن که این طاهری رو میشناسی، میگن طاهری کیه؟ میشناسم. فکر میکنی که سلول مغزی من منو میشناسه؟ نه، میگه اصلا طاهری کیه؟ کجا میخوای بری؟ هدف چیه؟ شام چی میخوای بخوری؟ میگه شام چیه؟ کجا میخوای بری چیه؟ کمال چیه؟ خدا چیه؟ اصلا این حرفا چیه؟ هیچ کدوم از این چیزها رو سلول نمیدونه. اما وقتی 100 تریلیون سلول دور هم جمع میشه چه اتفاقی میفته؟ من صاحب ایده، آمال، آرزو، عشق و و و کمال غیره اینا میشم. جز اجزا نمیدونن اینا چیه، ولی تجمعشون حرف بزرگی رو میخواد بزنه. چه داند جز راه کل خود را، مگر هم کل فرستد رهنمونم. بکش ای عشق کلی جز خود را، که اینجا در کشاکش ها زبونم. یا به عبارت دیگه میگه هرگز نداند آسیاب مقصود گردش های خود، آبیش گردان میکند
اونی چرخی میزند حق آب را بسته کند، او هم نمی جنبد ز جای. آسیاب نمی دونه برای چی داره میگرده. خب از این گشتن او چه منظورهایی به دست میاد و ما به چه چیزهایی میرسیم؟ خب حالا ما اینجا الان صحبت کردیم به عنوان سلولهایی از یک کل قرار داریم، میگیم ما اینجا چیکار میکنیم؟ اگر بیان بگن کل، میگیم کل چیه؟ میگن خدا، میگیم خدا چیه؟ میگن این، میگیم این چیه؟ هر چی که از ما میپرسن رفتار ما هم مثل رفتار همین سلول بدن خودمه، نسبت سلول بدن به من مثل من به این کله، شعور سلول من به شعور من مثل من به این شعور کلیست که الان باش ارتباط برقرار کردیم، یعنی هوش سلول نسبتش به هوش من نسبتش به هوش جمعی. خب یعنی در واقع یه بحث آکادمیک مفصله و یکی از تزهایی است که در آینده مورد بررسی قرار بگیره، هوش، هوش اجزا و مجموعه هوش، یعنی هوش سلول، حتی زیر مجموعه هوش سلول در یک دی ان ای و زیر اون و زیر اون و نمیدونیم الا منهای بی‌نهایت. خب این یک بحثی است که به دنبال اون ما نظریه داریم که این هوش بلا انقطاع ادامه داره، از منهای بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت این ادامه داره، حالا اثبات تئوری داره اثبات عملی هم داره بماند. خب حالا ما اینجا سرگردان موندیم، همون سرگردانی است که یک سلول داره، سلول هم نمیدونه اصلا برای چی داره نمیدونم اکسیژن میگیره قند میگیره، بعد همش میگه که بابا این چه وضعیه. هر کدوم از این سلول ها هم شکایت های خاص خودشونو دارن، اگه دقت کنیم 100 تریلیون سلول شکایت خاص خودشو داره، اون میگه چرا من افتادم اینجا، اون چرا میگه. خب مثلا سلول کف پا چی میفهمه از زندگی؟ اگه بریم باهاش مصاحبه کنیم میگه والا من نمیدونم، من نمیدونم یه باری میاد رو دوشم بار برداشته میشه، یه باری میاد رو دوشم برداشته میشه. خب اون فقط اینو میتونه ببینه. الان ما میگیم که صبح شد، زور شد، شب شد، بابا عجب سرکاریه. خب بله سرکاری، الان یه عده سرکاری هن دیگه. خب اونایی که سیاه شدن علیهم ولل ظالین، اونایی که سیاه شدن سرکاری هن دیگه. آقا صبح شد، زور شد، شب شد، یه سال، دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال، چیه؟ 10 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، همین سلول کف ما پای من الان شکایتش اینه، میگه من نمیدونم، یه فشار میاد، فشار برداشته میشه، فشار برداشته میشه، نمیدونه که من از این راه رفتن و اومدن، شما از این راه رفتن و این فشار که کم و زیاد داره میشه چه اتفاقایی میفته. ما هم الان اینجا قرار گرفتیم نمیدونیم که از این صبح شد، زور شد، زور شد، شب شد، چه در کل چه خبره، درسته؟ اما اگر با کل در ارتباط قرار بگیریم چی میشه؟ مگر هم کل فرستد رهنمونم. تا با کل ارتباط برقرار نکنیم این مسئله که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را، این معما با عقل جزئی ما حل و فصل نمیشه که نمیشه که نمیشه. میریم اول بیگ بنگ، آخر بیگ بنگ از دستمون رفته، میریم آخرش، اولشو نداریم، نمیدونم هنوز این بیگ بنگ رو چیز نکردیم، یه کیهان جدید میخواد مطرح بشه هنوز اونو، یعنی به هر حال این مسئله خب این مسئله آیا راهی داره؟ ما که الان دیدیم که با عقلمون نمیتونیم این مسئله رو کشف بکنیم، یک بحث دیگه هم داره، از اون طریق هم بریم به همین نتیجه میرسیم و اون به اصطلاح این بحث باشه که
بحران سوال و رابطه علم و سوال. میدونیم که علم از سوال و سوال از علمه. علم از سوال، سوال از علمه. تا سوال نکنیم به علم نمیرسیم، تا علم نداشته باشیم سوال نمیتونیم بکنیم. یعنی اگه بخوام بگیم این سنگ چیه، باید قبلا بدونیم سنگ، باید قبلا به وجود سنگ اصلا واقف باشیم. الان یه حیوانی تو عقلی میگه سنگ چیه، چون اصلا براش خب واژه پردازی نداره، اصلا فرقی نمیکنه، اصلا توجه رو جلب نمیکنه. خب حالا اول کدوم بوده شو بلش کنیم، اول علم بوده یا اول سوال بوده، اینو بگذاریم. خب اما اول، روز اولی که انسان شروع کرد چند تا سوال داشته؟ با چند تا سوال انسان شروع کرده رو کره زمین؟ بله کی میدونه، حالا محدود بوده، یکی دو تا سه تا ده تا. اما امروز ما سوال بیشتر داریم یا ده سال قبل؟ ده سال بعد سوال بیشتر داریم یا امروز؟ امروز بیشتر سوال داشتیم یا 100 سال قبل یا 1000 سال قبل؟ پس یک به یک منحنی به یک نموداری میرسیم که این نمودار میخواد به ما بگه که روز هر چی بیم جلو علم ما بیشتر میشه، سوالاتمون هم بیشتر میشه. خب حالا کی میشه که ما اینا اینجا یک مجانب چیز پیدا میکنیم که در مثبت بی‌نهایت، خب در مثبت بی‌نهایت این نمودارمون رو قطع کنیم. این تعداد سوالات ما داره میره به سمت بی‌نهایت. 5 سال دیگه، 2-3 سال دیگه، خب ما به مرزی میرسیم که بهش میگیم بحران، مرز بحران سوال. یعنی در اینجا تا شما میه به یه سوال پاسخ بدی، هزار تا سوال دیگه سرت ریخته. درست شد؟ بنابراین کی، آیا روزی میرسه که ما بگیم خدا را شکر دیگه سوال نداریم، دیگه همه چیز رو فهمیدیم؟ ابدا. برمیگردیم به گفته حافظ که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. هرچه حکمت ما، علم ما میاد توی کار، ما داریم میدیم به سمت سوال، 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 سوال. کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ، کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم. کار ما شاید این است که پی نیلوفر و قرن، پی آواز حقیقت بدویم، پشت دانایی اردو بزنیم. پس کار ما اینه که پی حقیقت، یعنی بریم اصلا کیفیتاً بشناسیم نه کمیتاً. توی این کمیت انسان گم شده، ببینید داره گم میشه. توی اعداد و ارقام و اطلاعات اینو احساس میکنین؟ توی اعداد و ارقام و این ماجراها داریم گم میشیم، ولی ما کیفیتاً میتونیم با هستی، با انسان، با حقیقت وجودی در واقع برخورد بکنیم، تا حقیقت کمیت رو هم برامون چیکار بکنه؟ قابل پذیرش بکنه، ملموس بشه. حقیقت که میاد جلو کمیت هم، کیفیت که میاد جلو کمیت هم معنای بهتری پیدا میکنه. خلاصه که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. این مسئله با عقل و علم و دانش حل نمیشه. آنان که محیط فضل و آداب شدند، در جمع کمال شمع اصحاب شدند، ره زین شب تاریک نبردند برون، گفتند فسانه ای و درخواه. این علتشه، کسی که خواستن از طریق فکر و مثلا عقل و درایت های فردیشون حرکت کنند، ره زین شب تاریک نبردند برون. خب ما چه باید بکنیم؟ تکلیف ما چیه؟ انسان کجا اشتباه کرده؟ ما باید ارتباطمون رو با کل برقرار می کردیم، انسان قصور کرد.
حالا ناآگاهی هرچی و یه عده محدودی ارتباطی برقرار کردن، دریافتی کردن و خب فهمیدن موضوع چیه. منتها دیگه حالا بقیه که صرفا کمیت رو میشناختن جز مسخره بازی و جز نمیدونم در طول تمام تاریخ همین بوده ها، جز مسخره بازی و جز نمیدونم احتمالاً ابن ملجم بازی و جز این ماجراها خب کار دیگه ای نکردن. یعنی یا روی به هر حال با جهالت جلوی بخت انسان رو چیکار کردن؟ گرفتن. و اگر این کار نبود شاید انسان الان در سطح آگاهی بالاتری قرار داشت، حداقل میدونست اینجا چیکار داره، چی میشه. لایال به هر حال بخش بیشتری از حقیقت شاید تو دستش بود. بنابراین اگر این تو این چند هزار سال این صحبت ها مطرح شده و فرزانگان و افراد آگاه اومدن گفتن که ما باید زمینه فرکانس وجودیمون با کل همسو بشه، به این علت بوده که کل میخواد به ما چیزایی بگه. رهبر ارکستر این ارکستر سمفونی هی با این چوب دستش اشاره میکنه ما اینقدر غرق عالم خودمون هستیم که توجه نمی کنیم. لذا این مسئله فقط ما رو میاره تو مدار. وقتی ما اومدیم تو مدار میبینیم که ما اصلا جدا نبودیم، ما اصلا در ارتباط بودیم و ما شناور بودیم. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه چی در اون شناوره، ما اصلا جدا نبودیم، شناور هستیم، قوتوریم، درسته یا نه؟ بنابراین حالا یه دفعه یک مطالبی رو به اون پی میبریم و بعضی از این گره هایی رو که میخواستیم با دندونمون باز کنیم، مثلا همین تجربه فرادرمانی به ما نشون داد بابا چرا داریم با این لقمه رو درست سرتون میگردونید. خب اینم میتونید، این کارم میتونید بکنید. تازه هنوز ما درک نکردیم، اگه درکش بکنیم شاید خیلی قابلیت های وسیع تری در انتظارمون باشه، چون ما این نسلی بودیم که به هر حال نرم افزارهای ما رو طوری دیگری نوشتن. هنوز هممون به نوعی قفل هستیم. بنابراین اینا همش آماده شدن برای برخورداری از تسهیلات الهی است. حالا آگاهی هم یکی از همین حلقه های رحمانیته، یکی از در هر حلقه آگاهی مخصوص به خودش هست. در هر حلقه آگاهی های مثلا وقت میریم تو تشعشع دفاعی، آگاهی های مربوط به تشعشع دفاعی، مربوط به کاربرد ذهنی، مربوط به دنیای پس از مرگ، اینا قرار داره. وقتی میریم نیدام توی فرادرمانی، آگاهی های مربوط به بخشی از وجود. وقتی میریم تو همفازی کیانی که امروز میخوایم با هم شروع کنیم، آگاهی های مخصوص به خودش هست. لذا در واقع ما توی این بحثمون میخواییم به اونجا برسیم که کار آسمانی تسلیم و کار زمینی تلاش. لیس للانسان الا ما سعا. اما کار آسمانی حالا تعریف داره، کاری که شما با قوانین زمینی نمیتونید انجامش بدین، هر کاری که با دو تا چهار تای زمینی نمیتونید انجامش بدین. به عنوان مثال مثلا فرادرمانی، میتونستیم زور بزنیم، میتونستیم تلاش کنیم، میتونستیم هزینه کنیم، میتونستیم نمیدونم هیچ عقل و اینا رو بیاریم توش، تکنیک میتونستیم بیاریم توش، علم و دانش ما کمک میکرد؟ هیچ کدوم. این بنابراین اینو میگیم آسمانی. حالا اگر بخوایم انجامش بدیم باید چیکار کنیم؟ تسلیم بشیم. هر چی تسلیم، درجه تسلیم میره بالاتر، کار راحت‌تر انجام میشه، چه برای اینه که میخواد استفاده کنه، چه میخواد اونه که تسلیم. حالا بحث شاهد و تسلیم و تسلیم و اسلام و مسلمان و اینها میخواد بیاد ببینید چه زمینه ای رو باز بکنه و اصلا بگه که موضوع چیه. این دین عند الله اسلام، تنها مرام نزون مرام تسلیم شدنه، نشی چیزی دست تو نمیگیره. اما میگه که
اگه میخوای برو میتونی کار زمینی زور بزنی به دست بیاری، به دست بیار، لا اکراه بدیم. خب چیزی نداره، برو تلاش کن، برو زور بزن. اما اگر دیدی نمیتونی، بیا اینجا پیش خودمه. توجه میکنید؟ و لا اکراه بدین قد تبین الرشد من الغی. راه روشنه، هر کسی به اون طاغوت درون و بیرون، حالا اینا درونش منهای متعدد است که یواشش با هم میشناسیم که اصل ماجرای لا اله الا الله درونی داریم بیرونی داریم، اینا ما درونیش چیه بیرونیش چیه، اینا رو با هم مورد شناسایی قرار میدیم. خلاصه کلام، اومد این قضايا رو دنبال کرد و تونست این تسلیم رو پیاده کنه، فستم سکه بل اربت الوسکا، به این ریسمانه چنگ انداخته. خلاصه به جایی نرسد کس به توانایی خیش، الا تو چراغ رحمتش داری پیش. بنابراین اگه زور بزنیم، نهایت اینه که این زور زدنه علم میاره، فن میاره، تکنیک میاره، اینا رو میاره، اینا هم سوال میاره. اما ما میتونیم راههای میان بر، ببینید بحث ما راه میان بره، ما میتونیم راههای میان برم بریم. راه میان برم تسهیلات الهی است. بسم الله الرحمن الرحیم، رحمان تسهیلاتشه، هر کس بخواد استفاده بکنه میتونه چیکار بکنه؟ استفاده بکنه، هیچ محدودیتی نداره، هیچ به اصطلاح چیزی رو نداره. بنابراین در اینجا تسهیلات میخواد بیاد به ما بگه تو همسو بشو، ایجاد شرایط بکن، خارج نخون. خب خارج نخوندن هم چیزی نیستا، یعنی خیلی ساده است، یعنی زیاد چیزی، تو با ارکستر، با این ارکستر سمفونی هماهنگ بشو تا حالا صداد جلوه دیگری پیدا بکنه. خب ایجاد رزونانس بشه، تشدید ایجاد بشه، نمیدونم یک جا این هماهنگی، وقتی هماهنگ شدی میبینی که چه صدای دلانگیزیه، چه و انسان که در حالت ظاهر صدای وحشتناکی داره، بعد اینه که صدای دلربایی شد و حالا بله میتونه حرفی بزنه که ارزش خاصی به جهان هستی بده. بنابراین از این نقطه نظر همفازی کیهانی چی میشه؟ لازم میشه که ما وارد حلقه میشیم، در این حلقه این کار صورت بگیره و ما به یک آشتی برسیم. این آشتی اون همفازی کیهانی ابعاد مختلفی داره، یکیش ایجاد آشتیه. خب آیا ما با هستی در آشتی هستیم؟ ما با هستی در آشتی نیستیم. ظاهراً ممکنه بگیم که نمیدونم یه صحبتهایی بکنیم، ولی شما توجه بکنید یه سوسک میتونه سلامت ما رو به خطر بندازه. قبول دارید یا نه؟ مثلا ممکنه که الان 5% صدمات قلبی ما رو یه سوسک ایجاد کرده باشه، درسته یا نه؟ ما یه سوسک ببینیم بلافاصله همه وجودمون، همون مشمعز حالت اشمعزاز و اینها، هورمونی که ترشح بشه و پرامتر صفا، ما همه وجودمون دچار اسپاسم میشه. اسپاسم یعنی آدرنالین، از اونها یعنی بدن مسموم، حالا چه تو حیوانات باشه چه تو ما باشه، یعنی بدن مسموم. خب این اسپاسمی که ایجاد میشه، تلمبار شدنش امروز فردا پس فردا فردا، روی سلامتی ما چیکار میکنه؟ صدمه میزنه. حالا ما از این عدم آشتی چقدر تا حالا لطمه خوردیم؟ حالا من یه سوسکشو مثال زدم، ممکنه همه مجموعهشو جمع بکنیم رو هم به این نتیجه برسیم یکی از دلایل بیماری انسان عدم همفازی کیهانی. حالا اینو با هم بهش میرسیم، چون ما ته یه سری مسائل و مطالب ته چند دوره به این نتیجه میرسیم که بیماری صرفا انسانی است و این نیست که خدا به انسان بیماری داده باشه. خداوند به انسان بیماری نداده، اصولا بدی نداده. میگه و ما اصابکم من سیئه فمن نفسک، هرچی از بدی اصابت کرد بهتون، بدون در خودتون.
خب حالا خب ما میخوام آزمایش کنیم ببینیم که بیماری از خودمونه یا به اصطلاح از خداست. چند دوره ما به هم میرسیم میگیم خدا بد نده. یکی از کفرهای رایج در به فرهنگ ما اینه که میگیم خدا بد نده، یعنی انگار خدا اون بالا نشسته و امروز گفت که من به ایشون بدی بدم، بذار یه چوب بذارم روی چرخش، بذار سرنگونش کنم، بذار ساقطش کنم، در حالی که گفته کار من نیست. و ما تا چند دوره او رو تبرئه میکنیم، متوجه میشیم که نه. حالا وقتی متوجه شدیم از خودمون، خب راهچاره‌اش رو بهتر میتونیم به اصطلاح پیدا بکنیم و حل و فصلش بکنیم. خب پس این لزوم اینه که ما تو این قضیه بیایم، ایجاد آشتی است که ما بدونیم یک سوسکم در اکوسیستم اکولوژی نقشی داره، نقشش چیه و اگر نبود. خب و خلاصه کلام آخری ببینیم که اگه من هستم اونم باید باشه، بدون اون نمیشه، نمیشده. توجه میکنید؟ و حالا این موضوع یک بخش صحبت داره، یک بخش ادراکی داره. در بخش ادراکیش ما رو با این موضوع، با موضوع تن واحده آشتیمون بدن. و ما یه دفعه میبینیم که به درخت نگاه میکنیم، امروز نگاه ما امروز با نگاهی که دیروز داشتیم متفاوته. در مورد همفاز کیهانی و توی این بخشی که گفتم که ما از حلقه های رحمانیت کمک میگیریم، استفاده میکنیم، نیاز نیست که ما ذکری بگیم، مانترایی رو به کار ببریم یا اون کارهایی که تا امروز دنبال شده. ما در اون حلقه قرار بگیریم، در اون حلقه برای ما فرکانس های لازم رو ایجاد میکنن، وایبریشن ها، ارتعاش های لازم، چیزهای لازم رو اگر در هر بخشی لازم باشه برای ما ایجاد میکنند. و نیاز نیست که ما خودمون بخوایم بیایم، چون اون قضایی هم تازه در یه روز، دو روز، سه روز، یه سال، دو سال، سه سال، پنج سال جواب نمیده. اونا خیلی طولانی مدت بایستی روشون کار بشه. بنابراین ما وارد یه حلقه میشیم به نام همین حلقه همفازی کیهانی. در این حلقه ممکنه که ما با فرکانس های برخورد میکنیم، یعنی برخورد فرکانسی و ارتعاشی در برخورد فرکانسی و ارتعاشی چند تا نمود داره. یک نمود فیزیکی داره، البته عمدتاً فیزیکیه، ولی منظورم اینه که روی جسم. خب ارتعاش روی جسم، و بعدش این فرکانس ممکنه برای ما به صورت فرکانس شنیداری ظاهر بشه. خب یعنی فهمش فرکانسه، منتها ممکنه طوری بشه که ارتعاش رو بدن، ممکنه این ارتعاش تغییر بکنه به حدی برسه که ما به صورت نور ببینیم یا به صورت صدا بشنویم، چون میدونید همه جنسش چی میشه؟ ارتعاشه. پس نور، صدا، ارتعاش روی جسم، دیدن نور، شنیدن صدا. پس صدا جان امتحان کنیم دیگه. خب ببینید چه صدایی یا بحث صوت در فرکانس های مختلف. بنابراین اون چیزی که شما بشنوید مخصوص به خودتونه، بغل دستیتون اصلا یه چیز دیگه میشنوه. امکان شباهتشون به هم دیگه، شباهت کلی بله، ولی شباهت دقیق محال ممکنه. سلولای بدن هر کدوم یه کار خاصی انجام
به همین صورت برای اینکه شما هم فرکانس بشید، میبینید که یه فرکانسی نیاز دارید، این فرکانس در حد نوره. ممکنه فرکانسی نیاز داشته باشین در حد ارتعاش روی جسم باشه، میبینید که به وایبریشنی میفتیم، خب به یه ارتعاشی میفتیم. ممکنه به ارتعاشی باشه در حد صدا، صوتی رو شما متوجه میشین، این صوت بیرون نیستش، شما یه چیزیش میشنوید که ما تو محیطمون نداریم. البته اینجا شلوغ هست، صداهای مختلف داره متاسفانه، ولی شما منزل که اینو دنبال میکنید، خب اونجا دیگه جای رو انتخاب کنید که صدا نباشه، خب و بتونید همه اینا رو با خیال راحت تجربه بکنید، دنبال بکنید. خب حالا آماده هستین ارتباطشو برقرار بکنیم؟ به شما ذهنتون رو باز بذاریم، هر چیزی امکان داره. الان توضیح میدم، دوستان آماده بشن تا من فرقی نمی کنه، الان توضیح میدم. خب طبق قاعده کلی ما چی میشیم؟ تسلیم، همون شاهد، فرق نمی کنه. ما تسلیمیم، یعنی کاری از دستمون بر نمیاد. اگر هم تسلیمم نشیم که کاری از دستمون بر نمیاد. ممکنه فقط بعضیا بخوان یه زورایی بزنن، مثل همون مانترایه، مثل یه زوری میخوان بزنن، بعضیا نه دیگه، رهاش کنید، بذارید این تسلیم شدن رو تجربه بکنید. ما توی این دوره ها یکی از این چیزایی که ایجاد میشه تمرین تسلیم شدنه. یعنی یه نردبان رو با هم طی میکنیم. خب دوره قبل اینقدر تسلیم بودیم، اینقدر شاهد بودیم، این دوره یه ارتقای پیدا میکنه، یه دوره دیگه، یه حلقه دیگه، این درجه رو داریم چیکار میکنیم؟ میاریم بالا. هرچی بالاتر میاریم موفق تریم. درست شد یا نه؟ بنابراین ما تسلیم، هیچ کاری نیست که ما انجام بدیم، چون اصلا نمیدونیم چه کاری میخواد بشه که ما زمینش رو بخوام فراهم کنیم. شروع میکنیم؟ نه دستی پایی هیچی نمیخواد. خیلی ممنون، مشکر. خب برای اینکه یه جمع‌بندی بکنیم، ببینیم از اینجا صدا خود شلوغ بود، یه جمع‌بندی بکنیم ببینیم دوستان درست متوجه شدن. اونایی که ارتعاش روی جسم رو دریافت کردن دستشون رو بلند کنن. بله. خب دوستانی که نور دریافت کردن دستشون رو بلند کنن. بله. دوستانی که صوت دریافت کردن دستشون رو بلند کنن. خب کسانی که صوت کلام بود دستشون رو بلند کنن. کلام. خب چه کلامی؟ کلام. ما دو تا ارتباط رو با هم داریم که یکیش اسکن دوگانگیه. بذارید اونم توضیح بدم. فعلا به من پاسخ اینجا رو دوستان دادن که ارتعاش روی جسم آمار داشتیم و نور و صوت رو با هم یه آمار گرفتیم. درست شد که ببینیم موضوع از چه قراریه. بعد در مورد کلام، خب من اون تا اینجا متوجه نشدم کسی کلام مشخص هم داشته یا نه. چی بود؟ هر منتها مفهوم نبود چی میگه. حالا گوش میدیم تا مفهوم بشه. منظورم این بود که جانم. چی بود؟ بله، آها، مثل این قضیه الله نور و سماوات ولد. بسیار خوب. حالا ببینید ادامه بدیم ببینیم که منزل، راه دور، این مسئله ادامه پیدا کنه تا با هم دوباره جمع‌بندی داشته باشیم. بریم سراغ
بحث بعدیمون در مورد اسکن دوگانگی. خب موضوعی که هست ما یه سری رفتارهای دوگانه داریم. رفتارهای دوگانه مثل تظاهر و وانمودسازی، مثل تحمل، سرکوب، سازش و اینجور مسائل. خب منظور از تظاهر و وانمودسازی معلومه یا نه؟ ببینید، ما فرض کنید به کسی بر میخوریم که دل خوشی ازش نداریم، به عبارتی نمیخوایم سر به تنش باشه، بلی به علت یا برای تطابق با محیط، برای اینه که زندگی ما با پیرامون میسر باشه، مجبوریم چیکار کنیم؟ تظاهر کنیم، وانمود بکنیم که خیلی هم از اونا خوشمون میاد. خب پس این تظاهر و وانمودسازی. یک میریم بعضا محیط کارمون، شرایط محیط کارمون رو نمیپسندیم، دوست نداریم، ولی چیکار میکنیم؟ نشون میدیم که خیلی هم موافق هستیم و تحمل میکنیم. شرایط یک زندگی رو ممکنه که مورد پسندمون نباشه، سازش میکنیم، درسته؟ و خلاصه یه جایی خودمون رو سرکوب میکنیم، یه جایی سازش میکنیم، درسته؟ تا با شرایط محیط سازگار بشیم، کنار بیایم، بتونیم زندگی کنیم، درسته؟ خب اما این کارهایی رو که ما میکنیم هر کدوممون برای انجامش یه ظرفیتی داریم. خب یک ظرفیت محدودی داریم، ممکنه این خارج از ظرفیت ما باشه. خب همین تظاهری که میکنیم، یک کسی ظرفیتش بیشتره، بهتر توش تطابق پیدا میکنه، یکی ظرفیتش کمتره، اون که رفت بلا فاصله میخوای یقه خودش هم باره کنه، بنام خودش بزنه در و دیوار و خلاصه هرسی رو بخوره. وقتی خارج از ظرفیت ما قرار میگیره که عمدتاً اینطوری میشه، افراد معمولی هرس خوردن، خودخوری، درون ریزی، نمیدونم غم و غصه و اینها رو ایجاد میکنه، درسته؟ اما اینا چیه؟ مثلا هرس خوردن چیه؟ خب این خودش یک انرژی منفی هست که مثل فنر رو هم جمع میشه، به همین دلیل بهش میگیم پتانسیل داره، جمع میشه، مثل آبی که پشت یه سد جمع میشه پتانسیل پیدا میکنه. انرژی پتانسیل منفیه و این انرژی باید آخر عاقبت ترازنامش، خب یعنی اینجوری نیست که دیمی نیست که هر چیزی ایجاد بشه، جهان هستی بر مبنای عمل و عکس العمله. نمیشه ما هرس بخوریم بعد از اون اتفاقی نیفته. این هرس در واقع انرژی پتانسیل منفیه. وقت این انرژی پتانسیل منفی به دادگاهی ارجاع میشه در ناخودآگاهی ما، ما اسمش رو گذاشتیم دادگاه ویژه. ما یه سیستم خودپاداشدهی داریم، این سیستم خودپاداشدهی در ناخودآگاهی ماست، یکی از بخش‌های اون دادگاه ویژه است. بنابراین انرژی پتانسیل منفی وقتی به حدی برسه، فرد به دادگاه احضار میشه، به دادگاه احضار میشه تحت این عنوان: مگر ما اومدیم اینجا که هرس بخوریم؟ مگه ما اومدیم اینجا که نمیدونم غم و غصه و حزن و فلان و بسیار از این حرفا؟ خب لذا برای ما صدور حکم میشه و ما محکومیت ما در این دادگاه محرزه. حالا هر چی ما میخوایم بگیم که آخه میدونی چیه، من اینجا اینجوری بود، اونجا اونطوری بود، این حرفای ما مسموع واقع نمیشه، شنیده
نمیشه. میگه رسالت انسان این نیست که رو زمین هرس بخوره. انسان برای هرس خوردن رو زمین نیومده. حالا هر دلیل شما میخواد برای خودتون بیارید. درسته یا نه؟ یعنی این سیستم اتوماتیکوار میدونه که چی کار باید بکنه و شر وظیفه‌اش چیه. لذا دفاع ما اونجا مؤثر واقع نمیشه. برای ما صدور حکم میشه. صدور حکمش در واقع بیماری های روانتنی است. بیماری های سایکوسوماتیک یا به تعبیر ما بیماری های دادگاهی است. خب بیماری های دادگاهی. بیماری های پس بیماری که مبتلا به بیماری روانتنی شده چه نوع بیماری است؟ بیماری است که در دادگاه محکوم شده، محکوم به بیماری شده. دقت میکنید یا نه؟ منظورم میتونم برسونم خدمتون. بیمار روانتنی بیماری است که محکوم شده این بیماری رو داشته باشه. مجازات به عبارت دیگه. خب حالا اینو با هم بررسی میکنیم ببینیم آیا اینطور هست یا اینطور نیست. خب کاری که اینجا به دنبال این قضیه ما دنبال میکنیم این هست که شناسایی بیماری روانتنی، شناسایی و خونسا کردن انرژی خب ببینیم که بله چشم ببینیم که چه کارهایی میخواد صورت بگیره. شناسایی بیماری روانتنی و حذف آن. شناسایی و خونسا کردن انرژی پتانسیل منفی، افزایش ظرفیت تحمل، تغییر تششعات کلامی، شناسایی رفتار دوگانه. چند نفر به محض تصمیم به ثبت نام و اینها یه دفعه متوجه شدن که تغییر رفتاری پیدا کردن. یعنی تغییر رفتاری، مثلا چند نفر به شدت عصبی هستن، چند نفر پرخاشگر شدن، چند نفر بقیشو نگیم. حالا توضیح الان میدم خدمتون. الان اجازه بدین. قدم اول شناسایی رفتار دوگانه است. ممکنه اگر که به هر کدوم از ما گفته بشه که آیا شما تظاهر میکنی؟ آیا شما وانمود میکنید؟ آیا شما سرکوب میکنید؟ آیا شما سازش میکنید؟ آیا چی بگیم؟ نه ابدا اصلا. من آدم خب حالا رک بودنم یه ماجرای دیگه داره، ولی به طور کلی ما نمیپذیریم، به طور کلی قبول نمی کنیم که ما تظاهر می کنیم، وانمود می کنیم. بنابراین باید به زور بهمون نشون بدن.
یه بازی میشه که اینجا به زور یه چیزایی رو بهمون نشون میدن، بعد یه دفعه متوجه میشیم که ما چقدر پرخاشگریم و در واقع انطباق با محیط باعث شده ما خودمونو سرکوب کردیم، پرخاشگریمونو چیکار کردیم؟ پوشوندیم. اگر الان میتونستیم آزاد بودیم این پر بزنیم کنار، زمین و زمان رو به ناسزا میبستیم، درسته یا نه؟ و اجازه بدید الان توضیح میدم خدمتتون. اگر این مرحله رو بگذرونیم عکسش رو تموم میشه، یه عده‌ای میبینه که سریعا در 5 دقیقه این حالت میاد رو تموم میشه، حتی 1 دقیقه، و بعد میبینه آروم شد، مثل اینکه یه پتانسیلی رو خب یه فنری فشرده شده حالا رها شد، میاد میبینه که چقدر حالش خوب شده. یکی هم ممکنه یکی دو سه هفته‌ای نمیدونیم، حالا امیدوارم هرچه سریعتر ما این مراحل پشت سر بگذاریم. یکی از دلایل اینکه طولانی ممکنه بشه اینه که نپذیریم، میگیم نه من چرا اینجوری شدم. خب بعضی ها میگن که ما پرخاشگر نبودیم، اومدیم کلاس شما پرخاشگر شدیم. خب توجه میکنید و خب حالا یه چیزایی رو بروز داریم میدیم که تا حالا سابقه نداشته. چند نفر داریم؟ تا حالا سابقه نداشته. این ما اومدیم این کلاس، آیا مگه ما گفتیم بریم پرخاشگر بشین؟ آیا پس یه چیزای طبیعی داره میاد رو، هر چی که داره میاد رو به صورت طبیعی صورت گرفته، ما که کاری نکردیم که در مورد به اصطلاح پرخاشگری با هم بحثی داشتیم. نه، لذا یک چیزایی رو به صورت اوتوماتیکوار به ما کمک میکنن بیاد رو، تا ما ببینیم با خود واقعیمون، خودشناسی اینا جزشه دیگه، خود واقعیمون رو بهتر بشناسیم. اگر نشونمون دادن مجادله نکنید، نگید این من نیستم، ای وای چی شده، چه اتفاقی افتاده، نمیدونم. این حرف مجادلات فایده نداره، این خود ماییم، درست شد؟ بنابراین بعد از اینه که اینا نشون داده شد و یا حالا همزمان این قضایا اسکن بیماری‌های روان‌تنی است که این دوره میاد رو. میاد رو برای چی میاد رو؟ که نشون بده در واقع عملاً اون کارو کردیم، این نتیجهشه. پرونده ها اونو میذارن زیر بغلمون. دیدین بچه‌ها شیطونی میکنن، میگن بگو بیاد والدینت، بیا پرونده تو بذاریم زیر بغلت بری. این پرونده اونو میدن زیر بغلمون، تا این کارا رو نکنن ما به ادراک نمیرسیم. ممکنه این صحبت ها رو میکنیم شما منطقا قبول کنیم، ولی یه گوش در یه گوش دروازه است. ولی وقتی یک دو روز همچین حالمون رو جا آوردن و این مسائل رو عملا اومد رو، دیگه میدونیم که کسی نیست، خودمونیم. و حالا اینطوری عمل بکنیم، اونطوری به اصطلاح نصیبمون میشه. اما ممکنه چند نفر داریم بیماری های اومده رو و الان اونجا صحبت بود و اینا هم دیگه این ماجرا رو داریم که حالا دیگه از هفته بعد صداش یواش یواش بیشتر و بهتر در میاد بیرون. خب بیایم سراغ یه ماجرایی. خب حالا اینا خونسا میشه، میام سراغ این مسئله ای که خب ما که نمیتونیم از رفتار دوگانه کاملا جدا بشیم که، درسته؟ حق با شماست، ما بالاخره برای تطابق با محیط مجبور هستیم به اصطلاح یک جاهایی خودمون رو تطابق بدیم، لذا اون چیزی رو که باید باشه ابراز نکنیم، یه جور دیگه وانمود کنیم و در واقع به او بر نخوره، ناراحت نشه، نمیدونم باب دلش عمل کرده باشیم، باب دلش حرف زده باشیم، به اصطلاح دلش رو نشکسته باشیم، نمیدونم از اینجور ماجراها. خب خیلی این مطلب پیش میاد که عیبش رو نگفتیم، رازدار شدیم. خب حالا عیبش رو نگفتیم، داریم حرص میخوریم که عیبش رو نگفتیم دیگه، میدونید عیبش رو داره میپوشیم ولی حرص میخوریم، یه جوری احترامشون نگه می‌داریم، درسته؟ احترامشون نگه می‌داریم،
و این نگه داشتن احترامش برای ما یه خورده الان داره چیز تمام میشه. اما اتفاقی که میفته توی این مسئله در حین این کارها افزایش ظرفیت تحمله. اصلا دنیای عرفان و دنیای کیفیت میدونی کارش چیه؟ کار اصلیش ارتقاء ظرفیته. ببینید، یعنی یکی از این کارهایی که به اصطلاح در دنیای عرفان رخ میده ایجاد ظرفیته. ما اگر بیایم یه مطلبی رو تعریف کنیم تحت نام عمق وجودی، شما متوجه میشین هر کسی یه عمق وجودی داره. خب این شاید تو روانشناسی تعریفی نداشته باشه، ولی به این صورت من خدمتتون بگم هر کسی یه عمق وجودی داره و عمق وجودی رو از این زاویه اگه بخوام تعریف کنیم به زبان خیلی عامیانه شاید در ظاهرم مسخره بخوام تعریفش کنیم، ممکنه جای یه شخصیت داشته باشیم بگیم شخصیت کاسه ای. یعنی مثل یه کاسه آبیه که یه سکه بندازه توش، هر کی نگاه کنه چی میشه؟ این سکه رو فوراً میبینه. حالا یه شخصیتی داشته باشیم شخصیت حوضی، یه حوض آب یه سکه بندازیم توش باز دیده میشه، ولی یه خورده باید بیشتر دقت کنیم. یه شخصیتی استخری بگیم، حالا اگه یه سکه بندازیم توی استخر میتونیم پیداش کنیم، اما خیلی مشکل تر. حالا شخصیت دریایی و شخصیت اقیانوسی دیگه، اگر یه سکه بیفته توی اقیانوس پیدا کردنش نیم. حالا شما مثلا یه موقع میگین که افراد میگین که دهن لقه، خب یه افرادی رو میگیم که ظرفیتش صفره، نمیدونم یکی هستی میبینی که یه چیزی رو بگی فوراً دو دقیقه هم نمیتونه نگه داره، برمیگرده جواب رو میده، حتی به ثانیه نمیرسه. بعد اگه بگیم چرا، میگه من آدم روکیم، حق نوک زبونمه، ولی در واقع به خاطر حق نبوده، به خاطر اینکه نمیتونه اینو نگه داره تا یه ساعت دیگه، الان منفجر میشه. اون بحث روکه که گفتیم، یک روکگویی در بحث حقه، یک روکگویی اینه که نمیتونه نگه داره حق یا ناحق، نمیتونه ظرفیت نگه داره اینو تا فردا نداره. اگه بخواه اینو تا فردا تو دلش نگه داره منفجر میشه. خب بنابراین یک مسئله که در بحث کیفیت وجودی مطرح میشه، کیفیت وجودی انسان، بحث خب میخواد شخصیت اقیانوسی در واقع تحویل بده دیگه. حالا کاری نداریم این مدینه فاضله است، شدنیست یا نشدنیست، ولی در نهایت میخواد انسان دریا دل ایجاد بکنه، میخواد کیفیت ایجاد بکنه. خب یکی از این کیفیت ها انسان دهنلق به چه دردی میخوره؟ خب نه خیر، اصلا نه، حالا مالا بعد نه، اینطوری نیست، اونم مشکلات خاص خودشو داره، این یکی هم مشکلات خاص خودشو داره، اینطور نیست. اینا هیچ کدوم به سلامتی نیست، سلامتی در ظرفیته، در دریا دلیست. اون یه جور متضرره، اونم یه جور، یکی هم یه جور متضرره. اونه که ریخته در اون، خب زخم معده، تیروئید، ولام، بیسار، نمیدونم کلیت اولسر، نمیدونم چی، همینا رو داره. اونم که چیز بوده، ماجراهای دیگه ای داره، ماجراهای دیگه ای داره. خب بنابراین ماجرا به این صورت دنبال میشه که انسان دریا دل رو بشه تعریف کرد و بشه چیکار کرد، به اصطلاح روش کار کرد و خلاصه بهش از نظر عملی رسید. حالا این انسان دریا دل همون رابطه است، ممکنه یه جایی از کردم خدمتون پوششی داره ایجاد میکنه، آبرو رو حفظ میکنه، اونو نمیدونم چی میگه، عیب و برملا نمیکنه، حرفا رو نگه میداره، نمیدونم تحمل میکنه، ولی دچار صدمه و لطمه نمیشه، چون حرص نمیخوره، چون ظرفیت داره، اضافه دو آولود قرار نمیگیره، اضافه بار بهش وارد نمیشه، میتونه ظرفیت داره، میتونه تحمل کنه، میتونه نگه داره. درسته یا نه؟ شما خودتون هم دیدین یکی تا یک کلمه میگی فوراً دیگه ظرفیتش تمام میشه و چیز میکنه، یکی نه میبینید که هر چی میگن اون اصلا این خیالش نمیاد.
حالا کدوم سالم ترن؟ اونی که میتونه نگه داره ظرفیتش بالاست، داغ نمیکنه. بنابراین این ارتباط، مجموعه این ارتباط در این موارد به ما کمک میکنه به اضافه تغییر تششعات کلامی. تغییر تششعات کلامی یا اصولا تششعات وجودی بگیم هم باز بهتره. شما مثلا میدید بعضی ها میخندن، خندهشون به دلتون نمیشینه، مثلا چیزه زارن خنده رو هن. ولی شما میدونید که خندهشون مصنوعیه. از کجا میدونید خندهشون مصنوعیه؟ از کجا میدونید که تعارفشون مصنوعیه؟ از کجا میدونید صحبت کردنشون، رفتارشون مصنوعیه؟ از کجا تشخیص میدید؟ هیچ راه تشخیص نداره. هیچ راه تشخیصی نداره. فقط شما احساس میکنید، حس شماست، درسته؟ این وقتی چیزی که حسیه، پس تششعات پشت اون هست. شما بعضی ها میبینید که آدم های خوش‌سر و زبانی هستند، اصلا به دلتون نمیشینن کلامشون، خیلی قشنگ صحبت میکنن، خیلی قشنگ عبارات رو ردیف میکنند و جونم و قربونم و نمیدونم فلان و امرار رو مثلا دنبال همچین، شما به دلتون نمیشینه. بعضی ها بسیار بد دهنن، بسیار بد حرفن، ولی شما حرف زدنشون رو دوست دارید. چرا؟ سخن که از دل برون آید لاجرم، یا نشیند لاجرم بر دل. خب چرا؟ در اینجا نگفته سخن که از دل برون آید اگر مثبت بود آنگاه مثلا نشیند لاجرم بر دل. خب اصلا چیزی نیاورده، گفته اگر از دل بر بیاد به دل میشینه، ولو اینه که حتی ناسزا باشد. خب این یک مسئله است. شما میبینید بعضیا تو پک و فامیل رو نمیدونن، بد دهنن، بد حرفن، ولی شما دوست دارید به پای حرف حرفاشون رو دوست دارید. به این علت که اونها با دلشون صحبت میکنن و مسئله کلامی نیست. حالا اگر کلام مثبت هم باشه، از دلم بر بیاد که دیگه خب قوقا میکنه. لذا یک کمکی که اینجا میشه در واقع تغییر تششعات وجودی است. وجود میاد به سمت فاز مثبت شیب پیدا میکنه، به سمت فاز مثبت شیب پیدا میکنه، کلام هم تششع مثبت پیدا میکنه. دیگه مهم نیست که نمیدونم این ور اون ور عبارات و نمیدونم صحبت ها و درست و غلط بودنشون، اینا میشه ماجراهای دیگه ای. در وهله اول به اصطلاح تششع کلام عوض میشه. حالا دیروز اگر میگفتیم که یه ذره چپ و راست میگفتیم مکافات بود، امروز همون حرفو میزنی ولی اون اصلا این برداشتو نکرده. اما الان شما میگین که جونم، اون میره میگه که گفت که چی؟ اون اصلا یه چیز دیگه شنیده، یه برداشت دیگه کرده، درسته؟ عصر حاضر عصر سوء تفاهمه، قبوله یا نه؟ شما چقدر انرژی ذهنیتون که حالا روی این دوره، تو این دوره راجع به انرژی ذهنی صحبت میکنیم، چقدر از انرژی ذهنی شما در شبانه روز صرف رفع سوء تفاهم میشه؟ همش میگیم بالا منظورم این نبود، بلا من گفتم اونطوری، میخواستم بگم اینطوری، و اون و هممون داریم انرژی ذهنی بسیار زیادی صرف رفع سوء تفاهم میکنیم. انسان امروز با مشکل بزرگ سوء تفاهم روبروه. حالا چرا سوء تفاهم؟ علتش چیه؟ چون که کلام از دل بر نمیخیزه. یعنی فاز منفی میگیم جونم، چون تشش منفی سوارشه، اون اصلا یه چیز دیگه، پوش دیگه، یه پوشی میشنوه، اون یک ناسزا میشنوه. خب بعد ما خودمونو میکشیم، هرس میخوریم، بابا من گفتم جونم. خب
اونم موسر نه، اون یه چیز دیگه بود، منظور یه چیز دیگه بود. خب پس این ارتباط هم به ما در این رابطه قرار کمک بکنه تا ببینیم چی میاره رو و ماحصلش چگونه است. یه ارتباط برقرار بکنیم. خب توی این رابطه، خب الان توضیح میدم، الان توضیح میدم، اجازه بدین. دوباره الان من اینو خواهم دکتر، دوباره این ارتباط رو برقرار میکنیم با اونم همراهه. شما توجهتون به این باشه. خب البته اگه بدن هم یا چیزایی هم متوجه شدین که زیر نظر داشته باشیم، مثل همون مورد. بله بله بله، بعدش متوجه شدین که نه پیاده شده، شما حواستون نبوده. آخه یک مشکلی که داریم، بله، این فرکانسا، این ارتعاش روی جسم بعضی موقع ها به اصطلاح طول موج های مختلفی داره. طول موج کوتاه است، خیلی ریزه، شما مشکل متوجه میشین. بعضیا طول موجش بلندتره، شما بهتر متوجه میشین. و حالا توی فرکانس به اصطلاح طول موج کوتاه، اگه تشدد ذهنی باشه شما مشکل متوجه میشین. تشدد ذهنی باید خیلی حواستون جمع باشه، ولی مشکلی نیست. و حالا ادامه بدیم ببینیم که چطوری میشه. بله عرض کردم، حالا اینا رو بذاریم بعدا با هم صحبت بکنیم. خانم دکتر شما سوالتون رو بفرمایید. ببینید باید که نداریم. خب میام سراغ ارتباطاتی که لازم داریم. شما اگر که به اصطلاح مسئله فرادرمانی که خب دیگه یه چیزیست که داریم، نیاز داشته باشین میرین سراغش، نیاز نداشته باشین که همینی که برای دیگران کار کنید خودتون هم در معرض قرار میگیرید، یعنی مزدتونه، پاداشتونه، اونو در معرض قرار میگیرید. میان در مورد تجشد دفاعی، تجشد دفاعی اگه نیاز داشته باشین خب میگیرین، نیاز نداشته باشین که هیچی، برای دیگران کار کنید دوباره خودتون در معرض قرار میگیرین، پاداشی. خب یعنی اصولا برای دیگران که تجشد دفاعی اعلام میکنید کار میکنید، رو خودتون هم کار میشه، اینم پاداشه و قانونه. میایم سراغ این، ما در این دوره الان به طور جدی به ارتباط همپازی کیهانی و اسکن دوگانگی که با همه، با هم برقرارش میکنیم، مثل همینی که الان اینجا میخوام اجرا کنیم، دو تا با همه. یه ارتباط دیگه داریم که فقط تو کلاس انجامش میدیم، بعد از این همپازی کار بودی فقط در کلاس دنبال میکنیم. خب پس شمایی دو این دوره الان تو خونه، یه ارتباط که خودش دو بخشه منتها با همه، درست شد؟ یه ارتباطی هم هست که همینجا تو کلاس برقرار میکنیم، یعنی سه تا ارتباط داریم که دو تاش با همه، یکیش هم که اینجا انجام میدیم. حل شد؟ حالا بریم سراغ این ارتباط دوباره. بالا بردن ظرفیت توی اسکن دوگانگی و اینها و ضمناً همفازی کیهانی در اینجا، یعنی ببینید چند تا منظور با هم قاطی شد دیگه، همین رو با هم قاطی کنیم خیلی مفصل میشه. و این ارتباط فقط برای خودتونه، ارتباطات این دوره فقط برای خودمونه. خب و به اصطلاح چیزی نداره که برای کسی کار بکنیم. ببینید چیزی که حاکم قانون نسبیته، نسبیت الان مسئله شما با بغل دستیتون متفاوته. خب اومدن تو حلقه شما با بغل دستیتون متفاوته، کیفیت حضورتون متفاوته. مثلا شما تجدد ذهنی ندارید، ایشون داره، یا ایشون نداره شما داری،
یا ایشون بیشتر شاهد شده، بهتر شاهد شده، شما هنوز چیز داره، یا هزاران یا چیز داره. ولی اصولا ذهنتون رو درگیر این حرفا نکنید، فقط یه تو ارتباط دیگه. آیا بغل دستیتون چی شده؟ اصلا قیاس در این مورد کاملا باطله. چرا باطله؟ چون اصلا شما با تمام انسان‌های روی کره زمین متفاوتین، یعنی منحصر به فردین. بغل دستیتون همینطوره، ایشون همینطوره، اینا رو بعداً با صحبت میکنیم. شما منحصر به فردین، ارتباطتون هم کاری که روی شما باید بشه منحصر به فرد. این نیست که مثلا همون کاری که شروعشون الان شما از یه زاویه زودتر باید شروع بشه، ایشون نه، بغل دستیتون همینطوری همه الان میریم تو حلقه جانانه هم میریم. خب شروع میکنیم، شروع کنیم. در مورد یه قانونی میخوایم صحبت کنیم که قانون بازتاب. خب در مورد قانون بازتاب میخوایم بگیم که انسان بازتابش ما یه بحثی داریم که عامل تضادی است بین ما و خدا، و اونم اینه که فرضاً گفته میشه الله یهدی من یشا و یذلو. خب هر کی رو بخواد هدایت میکنه، هر کی رو بخواد گمراه میکنه. خب این ایجاد تضاد میکنه یا نمیکنه؟ که هر کی دل بخواهیه دیگه، ولی دل بخواهی نیست. ببینیم چه جوری میشه. انسان بازتابش خدا. خب این بازتاب یا پاسخ مثبت پیدا میکنه یا پاسخ منفی. توجه میکنید؟ و بازتابهای ما پاسخی رو برای ما به همراه میاره که میتونه یهدی من یشا هدایت باشه یا گمراهی باشه. و اون میگه که مثلا و من یحشوان ذکر رحمان نقیز له شیطانن فهو له قرین. هر کس از اون رحمانیت غافل شد، من خودم شیطان بر اون میگمارم که با او قرین و نزدیک باشه. خب بنابراین هدایت مثبت و منفی اینها تابع قانون بازتابه و دوباره دل بخواهی نیست. شما یه مطلبی رو در تجربه میبینید، مثلا تو این بازتاب تشدید هم هست. شما یه آدم خسیس رو که امروز ببینید، فردا هم اگر قرار باشه رو ببینید، فردا که میبینید خسیستر شده یا نه خصاصتش کمتر شده؟ یعنی شما چه انتظار دارید؟ انتظار دارید که چی بشه؟ بیشتر باشه. با وجوده که اون بی‌نیازتر شده، ثروت بیشتر به دست آورده، ولی فردا حتما انتظاری که شما دارید، یعنی آماری ممکنه امشب تا فردا متحول بشه، ولی آماری شما چه انتظاری دارین؟ فردا خسیستر بشه. چرا؟ باستا به خصاصت میاد اینجا برمیگرده روی اون قبلی جمع میشه، دوباره میره بالا جمع میشه، هر روز بیشتر از قبل هست. مثلا آدم بدجنس شما امروز میبینید، فردا ببینید انتظار داره چطوری بشه؟ به طور معمول اگر تحولی که انسان تحول پذیره، اگر همینجوری روتین ادامه پیدا بکنه، فردا خسیستره، فردا بدجنستره، فردا نادانتر و گمراهتره و همینطوری. شما یه آدم آگاه ببینید انتظارتون چیه؟ فردا میگید این دیروز انقدر آگاه بود، امروز ببینیمش چقدر آگاه‌تر شده. یعنی انتظار، چرا؟ چون این بازتاب میره بالا
برمیگرده میاد، میره بالا برمیگرده میاد، هی رو هم چی میشه؟ تلمبار میشه، تلم به اصطلاح ذخیره میشه. هر چه ذخیره تر شد سخت تر میشه. شما یه نگاه به کوه بندازین، کوها میبینید که سرپا و با زاویه و لایه 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 لایه، ولی سنگه. این لایه ها چجوری تشکیل شده؟ همه یه روزی زیر آب بوده، لایه لایه این بستر آورده. لایه اولی رو که آورده روش میکرونی بوده، میکرون میکرون با آب وارد اقیانوس و دریا شده، روی این تلمبار شده. ولی بعد از هزاران سال، میلیون ها سال، شما اینجا سنگ دارید، مثلا نگاه میکنید و اگه بخواید باش کلنجا برید و اینا، با سنگ طرفید. این خصاصت ها، بدجنسی ها، خوشجنسی ها، ذره ذره اومده. در ولی اول اصلا چیز اهمیت داری نبوده، ولی رو هم که جرات تلمبار میشه، یه جایی میاد میبینه که یه سوپر دانا رو اصلا با این یارو چکشای بادیه چیز اصلا نمیشه نفوذ کرد. یه آدم خسیس رو اصلا نمیشه شما هیچ کارش بکنید، یعنی شده سنگ. درسته یا نه؟ خب اینا میکرونیزه بوده، میکرون میکرون اومده رو هم. این کوهایی که میبینیم اینها، و بعد زلزله و نمیدونم چی اومده و اینا رو چیکار کرده؟ سرپا کرده، به معرض دید گذاشته. جان خب حالا صحبت خب کلیاتو بشناسیم تا ببینیم که اگر تحولی پیش نیاد، تحول مثل همون دینامیتیه که سنگ رو سوراخ بکنن اون تو، بعد اون همون تو بزنه چیکار بکنه؟ منفجرش بکنه. انسان موجودی است تحول پذیر، در هر گوشه دنیایی که باشه، در هر جایی باشه، در هم تحول پذیره، هم میتونه مثل سنگ چی بشه. در واقع همین ماجراست، فرق نمیکنه. جهان هستی زبان واحد داره و عالم هستی کتاب آیات آشکاره. این هم همون ماییم. ما اینجا رسوب داده، اون این رسوب رو این به اون شکل در معرض نمایش میذاره، هیچ فرقی نمیکنه. خب حالا ماجرای کلی این قضیه، یه طرف هدایت داریم، یه طرف گمراهی داریم. این طرف میبینیم یک کسی یه فکر منفی به ذهنش میرسه، میگیم به عقل جن نمیرسه. خب یعنی توی این سیستم های مثلا بعض این کلا برداری نمیدونم اینجا چیزا، یه حرکت نبوغ، یعنی نبوغ آمیزی میکنه، یعنی به اصطلاح نبوغه. ولی از این وره بس نبوغ از اون طرف داریم، از این طرف داریم. این طرف ضلالت و گمراهیه، اون نبوغه به اصطلاح. یعنی شما تیرت به اصطلاح حیران میمونید که این نقشه رو چطوری کشیده. خب کمکش شده، الهام گرفته، آگاهی گرفته، خب و در واقع کمکش کردن تا این نقشه رو کشیده، الهام بهش شده. شبکه منفی مأمور الهامات منفی است. مأموره اینه که اون نمیدونم آلکاپون رو چیز کنه، اینو درست کنه، اونو ردیف کنه، به این ایده بده، به اون فکر بده، چیزهایی که به اصطلاح عامه میگن به عقل جن هم نمیرسه. این طرف شبکه مثبته که دوباره همون الهامات منتها، این الهامات است که کمک بکنه برای نجات، برای رهایی. درست شد؟ پس این طرف شبکه مثبت و اون بر شبکه منفی. حالا ما کلن مسئله که پیش میاد، بخشی از این قانون بازتاب کلن حکمته. حکمت از این طریق جاری میشه. مثلا فرض کنید که ایشون اشتیاقی دارن، حکمت الهی ایجاب میکنه که به اشتیاقشون برسن.
اشتیاق مثبت یا منفی. مثلا یه روزی گفتن که میشد من به یکی کمک میکردم، میشد من این بیماری خوب میکردم. خب این باید طبق عدالت و حکمت الهی پاسخ پیدا بکنه. اگه پاسخ پیدا نکنه چی میشه؟ حکمت نیست، عدالت نیست. و لذا ما تمام بخشی از چرخه‌هایی رو که بهش میرسیم سرمایه گذاری هایی است که کردیم قبلا. درست شد؟ حالا بعدا میایم در دو ترم پنج و اینها با مکانیزم های آشنا میشیم که این مکانیزم ها در خدمت حکمت الهی. خب پس این اشتیاق میره بالا. اشتیاق منفی مثلا اینکه میگه که میشد من یک پول بادآورده به دست بیارم، اشتیاقه، باید پاسخ پیدا بکنه. لذا یک الهاماتی، راههایی، یه دفعه میبینه که یکی سر راه سبز شد. همه اون کسایی که سر راه اون سبز میشند همه کسانی هستند که افکار منفی بهش القا میکنند. شما وقتی که دنبال کمال هستین، تمام کسانی که سر راهتون سبز میشن، تو صف نون، تو صف گوشت، تو فران، تو اینجا، تو مهمونی، تو هر جا میبینی که یه طرف میاد دیدم به شما میسه عرفان چیه؟ این اصلا از کجا میدونست که من دارم دنبال عرفان هستم؟ نمیان از باز شما راجع به هر مطلبی صحبت کنن. هر چقدر اون ریشه که شما دارید بازتاب میدید قوی تره، این مسئله هم قوی تره. بنابراین من اگر یکی بیاد به من بگه راستی بانکو چطوری میشه زد، من به خودم مشکوک میشم که من کجا بازتابی دادم که بازتاب اون بوی سرقت میداده که این اومده داره با من این بحثو میکنه. من یکی از چیزامو بعدا میبینیم که اینه چه صحبتی رو میان با ما مطرح میکنن. خب کیا میان؟ کاه کاه و کربا کربا اینا همدیگر. لذا ببینید بازتاب افکار ما کسانی رو میکشونه سر راه ما قرار میده. شما میرید تو صف نون بغل دستیتون الان امتحان کنید، میام که راستی درمانه میگن اینجوری از راه دور میشه، راستی چطوریه؟ حالا چرا از شما این سوال رو کرده؟ چند نفر این تجربه رو دارن تو این مدت؟ خب الان میبینید هر جای میرید، هر جای میرید به نوعی سر صحبت برمیگرده به موضوعی که شما الان دارید بهش فکر میکنید، موضوعی که الان عمق وجودی شما رو داره احاطه میکنه. حالا بذار نهادینه میشه، نهادینه میشه چیز عجیب غریبه. من هر جای میرم، رفتم توی این مدت مسافرت، این سالها مسافرت ایران، یه دفعه اینم که یکی سری تو اتوبوس بغل دست من نشسته میگه راستی میشه عرفان رو برای من تعریف کنین؟ برگشتم نگاش کردم اصلا چطوری این سوال رو با من خب داره مطرح میکنه. دارم میرم یکی میگه من یه دو تا بزام فرزند دارم، مادرزاده این یکیش دختره، یکیش پسر، اینه. من میگم چرا این سوال باید با من مطرح کنه؟ نه منو میشناسه نه. حالا این تجربه برای منه؟ نه برای شما هم هست. میگید نه ببینین که این تجربه هست یا این تجربه نیست. بنابراین اون چه که به اصطلاح محور وجودی ما رو چیز میکنه، بازتاب میاد یا از این ور یا از این ور برمیگرده بیرون. و شما میبینید که با یه عده دلتون نمیخواد یه صحبتهایی رو مطرح کنید، هر چی میخواد خودتون رو میچرونید که با این برم صحبت کنید، میبینید که نمیشه، مگر اینی که او یک سرمایه گذاری هایی داشته باشه و به دنبال اون سرمایه گذاری هاست که اصولاً باب یه چیزایی باز میشه. بنابراین میگن خدا وسیله سازه. خدا وسیله سازه یه جورایی به اصطلاح قوانینی حاکمه. ما اینو البته دو دوره پنج باز میکنیم، اینجا باز نمیکنیم معمولاً. منتها من روی این بحث بازتاب حالا اینجا اشاره کردم به این قضیه، چون ممکنه دوستان اینا رو به حساب جبر بذارن. خب اینا جبر نیست و قانونمنده، قانون برای خودش داره، قانون بازتاب. خب و بعد میبینیم که حکمت الهی هم قانونمنده، اگر نباشه اصلا فلسفه خلقت معنا پیدا نمی کنه. حکمت الهی. خب بنابراین اونجا که میگه یعدی منیش و اینا کلیه چیزی میگه، باید جزشو ما کشف میکردیم که چطوریه. خب آقا خدایی که هر کی رو دلش بخواد اینجوری کنه، هر کی رو دلش بخواد اونجوری کنه، که این که خدا نمیشه، که این که نتونه بین بنده‌هاش
عدالت رو جاری بکنه که دیگه بقیه قضایا به طور کلی زیر سوال میره. پس این به این صورته، یک سری ما برخورد میکنیم که در واقع انسان عامل و وسیله اینه، یک موقعی میبینه که کل هستی پیام‌هایی رو ما از هستی میگیریم بازتابه، خب، و به اصطلاح یک موقعی اصلا خود آگاهی پیش میاد، یک موقع آگاهی میاد. حالا اونه که هستی به ما نشون میده، من این دفعه مثلا میده که پیش اومده در سالان قبل یه تجربه، نشستم تو خونه حسابای دو دو تا چهار تا کردم که باید این باشه تا اون باشه تا شکوفایی انجام بشه، اگر قرار باشه جوان این زده بشه باید از این بحثای چیز، باید نمیدونم زمینش اینجوری اونجوری اونجوری فراهم باشه. یه دفعه اصلا نمیدونم چی شده، پاشیدم اصلا بلند کردم رفتم بردنم رفتم کو رفتم رفتم رفتم، یه دفعه تخت سنگ جلوم در اومده. بعد یه دفعه نگاه کردم که اینجا توی این دل تخت سنگ یک جوانه توی این تخت سنگ وسط این چیز به این عظمت یه جوانه اونجا زده شده. بعد میگه که در دل تخت سنگ هم میشه جوانه زد، همین حساب کتابات روش خط بزه تموم شده. خب لذا میبینید که حالا تو بحث‌های عادیمون میبینیم که تمام حساب کتابایی که ما میکنیم، مثلا فرض میکنیم که یک بچه تو چه خونه باید به دنیا بیاد تا مثلا فرض کنیم که یه چیزی بشه، یا اگر در یه خونه یک بچه به دنیا بیاد این حتما هیچی نمیشه. میتونی از این حساب کتابا بکنی؟ خب بنابراین تو این حساب کتابای انسانی همش خط بطلان روش میخوره. حالا یک مثالی هم تو این قضیه هست بزنید بزنید. مثلا فرض کنید که به شما بگن یک مادریه که مبتلا به سیفلیسه، 7 تا بچه داره، چند تاش عقب موندن، شوهرش نمیدونم اونطوریه اینجوریه این فلان، یعنی یک چیز درب و داغانی، فقر و فلاکت، الان هم بارداره، آیا این بچه رو به دنیا بیاره یا نیاره؟ چه فتوا میدین؟ شما فرض کنید مثلا مشاورید. نه. حالا یه خانواده هست که همه چیز میزان مرتب و همه چیز رو به راهه، نه این تعدد فرزند دارن، نه فقر دارن، نه چیز دارن، نمیدونم همه چیز این خانواده از نظر سواد و غیره همه چیز میزونه، بچه به دنیا بیارن یا نیارن؟ بیارن، درسته؟ این بچه دومیه میشه هیتلر، بچه اولیه میشه کی؟ بچه دومیه یک موسیقیدان بزرگیست. بتوون. خب ببینید حساب کتابای انسانی همش باطله. اگر شما مشاور اون خانواده بودی 100% بتوون رو حالا مورد استثنایی نیست، شما نمیتونید، یعنی فتوا نمیشه داد. ببینید اصلا نمیدونید آخه آمار، میبینید که تو 1000 نفر رو زدیم یکیش هم بتوون هم زدیم، این دلیل نمیشه. ببین میخوام من یه چیز میخوام بگیم که در واقع ماجرا اینطوریه، خیلی از این حسابای کافیه که تو 1000 مورد یک مورد اشتباه رخ بده. نمیدونیم، منظور من چیز دیگه، منظور من این نیست که ما فرضاً حالا به اصطلاح خیلی مرتبه خشخاش بذاریم، منظور من اینه که این دو تا چهار تا هایی که ما میکنیم مسئلهش فرق میکنه. حالا چیزایی رو که از این ور اون ور میاد پس میتونه کتاب هستی به ما عرضه بکنه، خب میتونه به اصطلاح توسط دیگران تمون تو صفحه نونوایی و نمیدونم صفحه چی و چی و چی میتونه مستقیما آگاهی دریافت بشه، خب چیزهایی دریافت بشه. حالا توی این آگاهی ها و ارتباطات ببینیم که آگاهی چطوریه. ما اگر بریم یه فنجان قهوه رو دستمون بگیریم از توش اطلاعاتی در میاد بیرون یا در نمیاد بیرون؟ اینو که باید محکم جواب بدم مثلا خانم ها که بله احسن. خب در میاد بیرون، یه فنجان چای، یه فنجان قهوه، 4 تا ورق
اینا اطلاعات از توش در میاد بیرون. اطلاعات هم قطعا بدونید که درسته. من بدون اطمینان خاطر میدم که اطلاعات درسته. 70-80% درسته، 20% هم به دلایلی نقایص وجود داره که غلطه و شما تونستین اطلاعات درست بگیرین. اما این اطلاعاتو از کجا اومده؟ کی در اختیار ما قرار داده؟ چرا قرار داده؟ این موضوع صحبت ماست. بنابراین ما میتونیم با آگاهی ها برخورد بکنیم. برخورد کردیم. توی یه فنجان قهوه شما الهام میگیرید. اینو میتونید منکر بشین، بگین الهام نمیگیریم. اینو دیگه تجربه نشون داده، تجربه هزاران سال نشون داده که این الهامات، این آگاهی ها هست، وجود داره. اما هر بخش از این آگاهی ها رو کدوم شبکه توزیع میکنه و در اختیار ما قرار میده؟ خب بنابراین میرسیم به این موضوع. شبکه مثبت اطلاعاتی رو که میده از فیلترهایی عبور میکنه. جانم فنو بادش بهتون میخوره؟ من دریچه‌شم دادم چیز. بله؟ خب حالا ببینید اگر چیز شد خاموش میکنیم، چون بعضی دوستان گفتن گرمه تو اینجا، من دیگه روشنش کردم. باز ببینید اگر که چیز بود خاموش بود. خب چون که ما وقتمون کم میاد، این بحث رو بذارین با هم جلسه بعد ادامه میدیم. تا این داشو گفتیم، اجازه بدین بقیهشو جلسه بعد ادامه بدیم. بریم سراغ همفازی کالبدی که چون این هم خودش بحث مفصلیه، اینو توضیح بدیم چون ارتباطشو میخوایم برقرار بکنیم. بعد اون هم فازی کالبدی رو من خدمتتون بگم. ببینید حالاتی پیش میاد برای همه ما که در این حالات یه دفعه ما تمام ارتباطات موجود رو گم میکنیم. چیزی به خاطرمون ممکن نیاد، حتی اسممون نمیدونیم، کجا هستیم نمیدونیم، چی هستیم، فقط میدونیم هستیم. زمین نمیخوریم. خب زمین نمیخوریم، اتفاق نمیفته، ولی اصلا نمیدونیم کجا هستیم، چی میگیم، چی میخوایم. در یه لحظه خودمون رو گم میکنیم. کسانی که این تجربه رو دارن دستشون رو بلند کنن. این تجربه عمومیه. خب اصلا نمیدونیم که بله خواب بلند میشیم، نمیدونیم که صبح زور خوابیدیم، شب خوابیدیم، الان اصلا کی هست، ما اصلا کجا هستیم. خب بچه هامون کیان، اصلا ازدواج کردیم نکردیم. البته بعدم که بیدار میشیم پشیمون میشیم بیدار شدیم. خب این یه حالتی است که وقتی انتهاش و تداوم پیدا بکنه از یه جای شروع میشه، که همین به اصطلاح حالت اختلالی است که یه اختلال کوچیکی هست، اختلال به اصطلاح کم و کوچیکی پیش میاد، انتهاش جنون آنی. خب اگر این مسئله یه ذره انتهایی پیدا بکنه و خصوصا در اون لحظه عاملی وجود داشته باشه که ما در حال انجامش باشیم، خب اون سیکل خود به خود ادامه پیدا میکنه بدون اینکه ما به اون واقف باشیم. مثلا اگه در یک نزاع هستیم، یه دفعه اگر که این حالت اتفاق بیفته، ما دیگه نمیدونیم به اصطلاح چی شد، چه چیزی این دعوا رو ادامه داد، به کجا رسید، ما تصمیم گیرندش دیگه نیستیم.
و حالتی اتفاق میفته که جنون آنی و فرد اصلا یادش نمیاد، میگه نه من نبودم، من نکردم، و در واقع به هیچ عنوان نمیتونه قبول بکنه که این او بوده. خب چه اتفاقی میفته توی این به اصطلاح شرایط یا این چیزایی که خوشبختانه به اصطلاح خفیف اتفاق میفته؟ اتفاقی که هست عدم همفازی، عدم هماهنگی بین کالبدهای مختلفه. یعنی ببینید، برای اینی که ما وجودمون کامل باشه باید ذهن با ما در ارتباط باشه، درسته؟ اگه ذهن در ما با ما در ارتباط نباشه ما هیچ یاد نمیاریم. مدیریت حافظه کجاست؟ مدیریت چیدمان اطلاعات کجاست؟ اگه ذهن با ما در ارتباط نباشه ما نمیتونیم واژه‌ای در بیاریم بیرون، نمیتونیم عبارتی در بیاریم بیرون، نمیتونیم چیدمان کنیم، ارائه فکر بکنیم، نمیتونیم به یاد بیاریم. بنابراین اگر ذهن با ما در ارتباط نباشه ما دچار فراموشی میشیم. یکی از دلایل فراموشکاری اگر مغز سالم باشه اختلال ذهنی است، مشکل ذهنی است. اگر روان با ما در ارتباط نباشه چی میشه؟ ما نسبت به هیچی احساس نداریم. الان مثلا اگر که انگشت یکی رو جلومون ببرن حالمون بد میشه، درسته؟ ولی در اون صورت کله یکی رو هم ببرن ما اصلا احساسی نداریم، همجوری نگاه میکنیم، بر نگاه میکنیم. خب یعنی روان نیست که بار احساسی این قضیه رو چیکار بکنه، بر ما مکشوف بکنه. جسم هم که در نهایت میخواد اینا رو چیکار کنه، عرضه بکنه. حالا کالبدهای دیگه اینا هست ولی فعلا مهمش این ستاست. بنابراین جنون آنی عبارت است از تفکیک یا جدایی ذهن و روان و جسم از هم دیگه. خب اصلا همه شون با همون ارتباط دارن. بله بله ارتباط هم دارن. بله حالا بله ارتباط هست، چون در واقع روان اطلاعاتشو از ذهن میگیره، روی جسم پیاده شدنش. اصلا ذهن نباشید روان هم چیزی نداره. بنابراین حالا من به تفکیک گفتم، کلن هم گفته شد. جنون آنی یعنی از نظر ما، این حالت تعریف ما، شاید هنوز دنیای روانشناسی نمیتونه جنون آنی رو تعریف بکنه، ولی ما تعریف ما زمانی که روان و ذهن و اینا کار بوده از هم جدا بشه جنون آنی اتفاق میفته. یا حالا در مراحل پایین تر و ابتدایی ترش همینه که شما فرمودین، از خواب بیدار میشیم نمیتونیم، صبح زور اصلا ما کجا هستیم، کی هستیم، اسممون چیه، چند سالمونه، هیچی نمیدونیم. و لحظاتی میگذره ما همونجوری ما تو معبود نگاه میکنیم، بعد یه دفعه یادمون میاد بله این دست گلا رو آب دادیم، اینجوری شده اونجوری شده، اینا یادمون میاد. خب یک مسئله که هست توی برای یک انسان متعالی، یک کسی که میخواد تعالی رو بپیماید، عیب و اشکال بسیار بزرگیه که روان و ذهن و جسمش با هم در ارتباط نباشه. اون یه دفعه بود زده واسونه اصلا من کجام. خب اشکال بسیار بزرگیش که یک انسان متعالی دچار جنون آنی بشه یا در شرفش قرار بگیره. حالا این مسئله جنون آنی و این مسئله در واقع مثل یک شهریست که در اون شهر سازمانها، ارگانها، نهادهای مختلفی وجود دارن. هر کدوم اگه بخوان کار خودشونو بکنن چطوری میشه؟ مثلا ما شهرداری داریم، آب و برق و فاضلاب و گاز و مخابرات و
نمیدونم سیستم‌های مترو و نمیدونم اینا رو داریم. هر کدوم از اینا در شهر میخوان به اصطلاح احداث‌هایی داشته باشن، فعالیت‌های فیزیکی داشته باشن. خب اگر هر کدوم میخوان تنها عمل کنن، خب این میکنه اون آسفالت میکنه شهرداری، بعد اون میاد پشتش میکنه میخواد لوله آب بذاره، لوله آبو گذاشتن، اون میاد آسفالت میکنه، این داره بغلش میخواد لوله آب بذاره، بعد اون میخواد که نگام چیه، بعد همین کارا رو میکنن، بعدا مترو میاد میگه اصلا ما اینجا میخواستیم رد بشیم، بعد نمیدونم اینا چیز میکنن تمام مترو و فلان، بعد فاضلاب میاد میزن سر خود، ای داد بیداد من سیستم اگو و نمیدونم چی، اینا قرار بوده از اینجا رد شه، حالا چه خاکی به سرم بزنم، حالا تو کجا عبور بدم، و بعد همینجوری بلبشو میشه. اما یه شهری که ستادی داشته باشه که طرح‌های تفصیلی در اون مورد بررسی قرار میگیرن، همه اینا اونجا مورد بررسی قرار میگیرن، یعنی هر سازمان چیزی طرح تفصیلی خودشو میفرسته تو اینجا و در این ستاد بر حسب اولویت چی میشه؟ کارا همه با هم دیده میشه، دوباره کاری صورت نمیگیره. یعنی در واقع وجود ما میخواد به سمتی بیاد که همچین ستادی داشته باشه و در واقع ما ذهن و روان و جسمون با هم منطبق منسجم به اصطلاح فعال باشه، نه اینکه یه دفعه ببینید یه انسان متعالی ببینید که اصلا قاطی کرده نمیدونه که مثلا کجا هست. میدونید خب شما از این نظر اولش ممکنه چیز باشه، ولی خب میره زیر سوال. بنابراین همه بخش‌های وجودی باید با همدیگه توی تعالی رشد بکنه بیاد بالا. همینطوری نیست که حالا بعضی از عرفان خود همون کله تکون دادن فکر کنن اونه، ولی خب اینه که اینم جزشه، یعنی اصولا بررسی‌های کیفی جز دنیای عرفانه، شناخت‌های کیفی جز دنیای عرفانه، حرکات الان کیفیه، کمی نیست که، درسته یا نه؟ این الان اصلا دنیای روانشناسی دستش نمیرسه، یعنی اگه بخواد جنونانی رو بگیره نمیدونه اصلا چی کار باید بکنه. بنابراین نخندیم که یا تعجب نکنیم که این موضوع جزء عرفان باشه، ولی میبینید لازمه. یه نفر تو عرفان 10 طبقه رفته بالا، بعد یه دفعه سر مسئله بلنگه، از اون بالا چی میشه؟ ساقط میشه. بنابراین اینا زیربناست، تو فونداسیونه، در فونداسیون یه نفر میخواد حرکت کنه باید اینو بسازه، اونو بسازه، اینو بسازه، اونو بسازه، بعد تازه حالا بگه که خب من میخوام برم به یه جایی برسم. یعنی تو این مقدمه ها رو نسازه، هر چی دیگه بیاد بنایی رو بسازه، چون فونداسیون نداره هر آن ممکنه بیاد پایین. اول باید فونداسیون تعریف بشه، اینا جزء فونداسیونه، یعنی قبل از اینکه ما حرکاتی کنیم خیلی بریم بالا، اینا رو چیکار میکنیم؟ چیدمان میکنیم و میچینیم و تعریف میکنیم، روش کار میکنیم. خب میریم توی یه ارتباطی، در این ارتباط چند تا ارتباط با هم قاطی شده. یکی اینه که به اصطلاح ما در معرض ارتباط و نیروی قرار میگیریم که فشاری وارد میکنه، این کالبدا رو با هم همفاز میکنه. درست شد یا نه؟ پس ارتباط خود همفازی کالبدی ارتباطی است که این کالبدها رو با هم دیگه یکی میکنه. شما نوع ارتباطش رو متوجه میشین، با ارتباطهای دیگه فرق داره، اون فشار و چیزش اصلا با همه ارتباطهای دیگه تفاوت میکنه. هم مشکل رو خب ببینید زمین، خب قراره برطرف کنه دیگه، داره زمینه‌شو در ما شناسایی میکنه، خوب دقت کنید، زمینه‌شو در ما شناسایی میکنه و میاد این تطابق کالبدی رو انجام میده تا جلوی این قضیه گرفته بشه و ما به هم ریختگیامون به سمت صفر میل میکنه. حالا من بعداً آمار میگیرم، بعدا آمار میگیریم، میگیم که اونایی که قبلا تجربه داشتن آیا دوباره پیش اومده؟ میبینیم که خیلی کم و کم و کم و کمتر به سمت صفر میل میکنه. این مسئله درست شد یا نه؟ خب بنابراین علت اصلی دیگه حالا به علل مختلفی انسانهای معمولی یک اشکالات اساسی در محور وجودشون پیش میاد که اونا رو با هم یواش یواش صحبت بکنیم. یکی از این اشکالات اینه که کالبدها هر کدوم
مثل همون شهریست که هست سازمان واسه خودش کار میکنه. حالا شما بیا میگه علت اصلیش چیه؟ خب تو وجود ما یک سری مسائل مختلف وجود داره که قانونمنده. افراد معمولی این کالبدا از هم جدا عمل خواهند کرد. افراد معمولی کالبدا جدا از هم عمل میکنند تا زمانی که انسان به این فکر بیفته بیاد اینا رو بشناسه، همواز کنه، چیکار کنه. یعنی انسان متعالی خب اینجوریه دیگه، انسان متعالی میگن خودشناسی، میاد میشناسه، همواز میکنه. انسان معمولی یعنی کسی که هر لحظه در معرض جنون آنی قرار داره. یعنی اینا تعریفیه که، یعنی شما بگید انسان معمولی، یادتونه من نمودار کشیدم که انسان معمولی کاربودش بسیار روان و ذهن و جسم چه راهی رو میره، انسان متعالی چه نموداری رو داره، یادتون هست؟ خب اینم همینه، انسان معمولی دوباره یه نمودار داره که کاربوداش باید جدا باشه. بعدن باید اینها در واقع با شناختی که پیدا میکنه بیاد و این به اصطلاح فصل مشترک رو ایجاد بکنه. بعد شما یه انسان متعالی رو میبینید که دیگه این به هم ریختگی معمولی رو نداره. خب آیا الکی به دست آورده؟ نه دیگه، از خودش شناخت به اصطلاح به دست آورده. خب پس این یک موضوع. موضوع دیگه که همراه با این شده، پس شما ضمن که این ارتباط، این نیرو وارد میشه، فرصتی رو هم اینجا ایجاد میکنیم که به اصطلاح بتونید نگاه بکنید، حالهای مختلف رو ببینید، تغییر چهره ها رو ببینید. حالا دوستان با پایان نامه هاتون که ارتباط برقرار کردین دیگه، درسته؟ چند نفر ارتباط برقرار کردن؟ خب چند نفر تغییرات پایان نامه ها رو دیدن؟ تغییرات پایان نامه ها رو چند نفر دیدن؟ حالا چند نفر اصلا انجام ندادن؟ ماشاءالله. اونه که انجام ندادن انجام بدن تا هفته دیگه، اجازه بدین تا جلسه بعد راجع به پایان نامه یه توضیحاتی بدیم، یه صحبتی بکنیم. خب اجازه بدین بعد از یه زاویه دیگه‌ای نگاه خواهیم کرد. یعنی شما به من نگاه میکنید، بعد متوجه میشیم که تعریف انسان تعریفی نیست که ما داریم و اصولا دید ما دید ظاهربینه، ممکنه چیزای دیگه‌ای هم باشه و انسان به وسط جهان هستیه. معلوم نیست که هر کدوم از ما چند نفریم. خب معلوم نیست حالا چرا چند نفریم، بماند اینا رو یواش یواش صحبت میکنیم. پس با پایان‌نامه‌تون هم ارتباط برقرار کنیم. الان هم اینجا ما برقرار نور رو کم میکنیم که شما حالها و اینها رو بهتر بتونید رویت بکنید. تمام تغییراتی که ممکنه به اصطلاح پیش بیاد و شما نگاه بکنید تا با هم بعداً صحبت کنیم. خب خیلی خب خوبه؟ بله اگه بله شما با چشم باز نگاه کنید. خب شروع میکنیم. خب همه حالا ها، همه رنگ ها رو تقریبا تیپ ها مشاهده شد، درست شد؟ این از این. حالا اجازه بدین من جمع‌بندی بکنم. جریاناتی هست که از دیدن رنگ حالا ها میخواد به شخصیت درونی چیکار بکنه؟ راه پیدا بکنه. این حالا ها، رنگ ها با کمک شبکه منفی به صورت علامت گذاری میشه، اون فرد میبینه، بعد پی به درون میبره. ولی شبکه مثبت همچی چیزی در اختیار نمیده. به خودی خودم شما به هر کسی نگاه کنید همه این تیپا رو داره و در واقع اینا مبینه یا روشن کننده شخصیت درونی افراد نیست، مگر اینکه نشونه گذاری بشه. یعنی علائم یا راه رفتن این به این درون باز شده باشه. این از این مسئله. دوستانی که تغییر چهره دیدن دستشون رو بلند کنن. بله خب دوستانی که محو شدن دیدن، محو شدن، تعدد نفرات چند نفر؟ 4
سه دو عدو به بالا. خب عرض کنم خدمتتون که کوتاه بلند چاق لاغر، بله درست شد. خب حالا اینا رو بعداً جلسه بعد راجع به صحبت بکنیم. ساقیا چه بنشستی؟ خم می به جوش آمد، در گشا که مدهوشی پشت در به هوش آمد. همه رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدار، خدا حافظتون، سپاسگزار، خیلی ممنون.